و ویب تیوی همسفر تقدیم می کند. کتاب دانش، آشنایی با آخرین دستاوردهای تکنولوژی در دنیای کامپیوتر و ارتباطات در برنامه کتاب دانش. تهیه و اجرا فرانت. کتاب دانش، خب فرانک عزیز، بسیار 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 در این روزهای نوبلی به استودیو خوش آمدید. بله دقیقاً، و با درود به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه. فرانچان، برنامه نوبل آغاز شد، همونطور که برنامه ریزیشو شما هفته گذشته گفتی و جوایزو دارن هر روزه اعلام میکنن که به چه کسایی میرسه، و فکر میکنم که امروز شما توضیحاتی در این رابطه خواهید داشت. بله دقیقاً، توضیحاتی در مورد این و یک سری آمار رو داریم که براتون اعلام کنیم در رابطه با وضعیت این جایزه، و بنابراین رسیدیم به هفته‌ای که بود به عنوان مهمترین هفته سال و پریود سال از لحاظ علم و تکنیک و دانش و فناوری، و به خصوص که من وقتی این دلایل برنده شدن جوایز نوبل به خصوص فیزیک که من بسیار به این موضوع علاقه دارم رو دنبال می‌کردم، استثنایی است، باور نکردنی است که چه کارهایی کردن و راه‌ها و به هر حال درهای جدید رو باز کردن به دنیای علم و تکنیک و دانش و فناوری، که در این برنامه نگاهی کوتاه خواهیم داشت در این به این وقایعی که رخ داده و توضیحات کوتاهی در این زمینه. آقای فرانک، ندادن این نوبل ادبیات هم به ما ندادن. وای به حال ما، همینجوری گفتیم بالاخره شاید امسال یه نوبل. حالا البته صلح مونده، میدونین که یکی از کاندیداهای صلح کیه که اینجوری که ماشم، این آقای ظریف که داد میزدن میگفتن نگاش نکن ظریف، پنج کشور و حریفه، نمیم از این چیزا میخوندن تو ایران و برجام و این بساط، و یکی از نمایندگان حکومت اسلامی ایران حالا به عنوان یکی از کاندیداهای جایزه صلح نوبل دارن ازش یاد میکنن. ببینیم که کار به کجا میرسه. بله، و ببینیم که به وضعیت چه خواهد شد که نزدیک بود از بریم از جاده اتوبان‌های کتاب دانش به دنیای دیگه، جاده خاکی‌های سیاست دنیا، و که مسئول این برمیگرده دوباره به کی؟ خودمان. بنابراین اگر یک کم شواقع رخ بده، خب همه آره دیگه، یه جورایی درست هم بله. خب این از این ربط هم نیست به قول من، و بدون اینکه اتوبان‌های کتاب دانش رو ترک کنیم برای جاده‌های خاکی و سربالایی و سرپایینی و پستی بلندی‌های چیز، بریم و آغاز کنیم برنامه شماره آقای زاریمند. همین الان دو دقیقه پیش، بله، این برنامه 27مین برنامه سال 2017 ما هست که امروز 5 اکتبر سال 2017 هست که این صدا و برنامه رو گوش میکنید، که قسمت اول رو اختصاص خواهیم داد به معرفی دلایل برنده شدن جوایز پزشکی رو داریم در درجه اول، بعد مراسم معرفی جایزه نوبل فیزیک رو داشتیم، و پس از اون هم که شیمی، و امروز هم که جایزه صلح نوبل ادبیات بود، درسته؟ بله. و صلح رو هم که و اقتصاد که بسیار بسیار اهمیت داره رو در هفته دیگه خواهیم داشت که براتون اعلام خواهیم کرد. پس آغاز کنیم برنامه رو با معرفی توضیحات کوتاهی در رابطه با برندگان جایزه نوبل پزشکی سال 2017 که جفری هال رو داریم از کشور آمریکا و متولد سال 1945 که در آمریکا مشغول به کار هست، و گویا هر سه، همونطور که متوجه شدید، هر سه برنده جایزه نوبل پزشکی از کشور آمریکا بودن. نفر بعدی مایکل روزباخش رو داریم که باز هم از کشور آمریکا و متولد سال 1944،
و پس از اون هم که برنده بعدی رو داشتیم مایکل یانگ، و هر سه اینها، مایکل یانگ هم که متولد سال 1949 در میامی در ایالت فلوریدا هست، بنابراین سه آمریکایی داریم که برنده بردن برنده هستند. و کاری که به طور ساده این سه نفر انجام دادن این هست که در دوران جوانی و در مدت به مدت بیشتر از 40 سال کار کردن با تئوری و مکانیزم و عملکردی کاملا جدید در رابطه با شناسایی عملکرد و رفتار مولکول‌ها و تأثیرات داروها به روی مولکول‌ها، و به خصوص اینکه اون مکانیزم‌های شیمیایی و کانکشن‌های شیمیایی که بین مولکول‌ها در بدن انسان انجام میشه دقیقاً به چه صورت انجام میشه، که تا به حال این رو باید همونطور که شاید مطلع باشید وقتی که میخوان از یک داروی رو تحقیق کنن که این دارو یه قرص آسپرین ساده رو برای مثال وقتی که میخورید این میره در معده، بعد چه وقایعی رخ میده و چگونه این دارو میره و اثر میکنه به روی اینکه سردرد شما خوب شه، تمام اینها مسائلی است که تا به حال برای دانشمندان دیدن و مشاهده کردن این مکانیزم که در به صورت ساده تاثیرگذاری دارو به روی یک بیماری است و اینکه سلول ها یه بدن و اعضای بدن و ممکنه قلب باشه ممکنه کلیه باشه و غیره به چه صورت ریاکشن نشون میده به یک دوا رو تا به حال نمیدونستیم، به دلیل اینکه اون مکانیزمی که بتونیم این رو از نزدیک و به صورت خیلی دقیق مشاهده کنیم رو نداشتیم. اما سه نفری که اینجا معرفی کردیم به مدت 40 سال به روی مکانیزمی تحقیقات کردند که منجر به کشف نوعی جدید از میکروسکوپ شد، که این میکروسکوپ به نوع خودش این مولکول ها و بایو کمیکال ریاکشن هایی رو که در بدن انجام میشه رو میتونه به مراتب واضح تر و سبودی و لایف نشون بده، و این باعث میشه که ما بدونیم در آینده این عملکرد تاثیرگذاری به روی یک بیماری رو که در اینجا بسیار بسیار از بیماری مالاریا و ویروس زیکا توضیح داده شده، که یکی از دلایلی که دانشمندان یا ویروس HIV یکی از دلایلی که تا به حال نتونستیم با این ویروس ها به صورت افکتیو و دقیق و بسیار سفت و سخت مبارزه کنیم این است که این مشاهده رو و این به اصطلاح این چیز رو نداریم که بتونیم اینها رو دقیقا از نزدیک مشاهده کنیم و اینها رو بتونیم ببینیم دقیق چه واقعی رخ میده. اما با کشفی که این سه نفر انجام دادن میکروسکوپی رو درست کردن و بالاخره راه اندازی کردن که این میکروسکوپ قابلیت رفتن به درون اعماق مولکول ها رو داره و ارتباط به اینها و اینکه دقیقاً چه واقعی رخ میده، و حتی میتونیم این رو در مایعی که اون و اون انوایرمنت و اون محلی که این مولکول ها و این وقایع در اونجا عمل کرد میکنن رو از نزدیک به صورت لایو مشاهده کنیم با نوعی از سرد کردن یا تقریباً یخ زدن این مکانیزم در حالی که در حال انجام شدن است، که بتونیم این رو اسلوموشن کنیم و ترمز کنیم و بتونیم این رو در سه زاویه‌ای و دایمنشن بتونیم بچرخونیم و سه بعدی و زوم کنیم، و چیزی رو که میکروسکوپ های الکترونیکی تا به حال قادر نبودن اون رو ببینن، یا باید مراحلی رو نگاه میکردیم و تحقیق میکردیم که آلدی انجام شده و دیگه دیر شده، تا به حال دانش ما بر اساس درست کردن داروها بر اساس اینجور مطالعه بوده، ولی از بر اساس اتفاقی که اینجا افتاده و کشفی که شده میتونیم این تاثیرگذاری و عملکرد رو بسیار بسیار بیشتر از حالت ابسترکت و ناشناخته به دنیایی بیاریم که این رو بتونیم از نزدیک ببینیم و بتونیم اینها رو به صورت سه‌بعدی با رنگ‌های مختلف زاویه‌های مختلف بچرخونیم و دقیقاً بدونیم که دارو به چه صورت روی یک ویروسی تأثیر میذاره و اینکه چگونه ویروس‌ها در بدن با همدیگه کامونیکیت میکنن، به جاهای مختلف میرن و چگونه سیستم دفاعی بدن حمله میکنه و با ویروس ها مبارزه میکنه. این رو دیگه میتونیم از این لحظه به بعد در دوربین به صورت سه‌بعدی ببینیم، کوچیک کنیم، بزرگ کنیم، و افکت یک دارو رو هم بتونیم از این طریق به صورت
درست بتونیم ببینیم. البته من اینجا توضیح میدم که من راجع به این تحقیقاتی که من راجع به میکروسکوپ صحبت کردم، جایزه نوبل شیمی رو من شاید بله دوستان فیزیک در مورد ساعت بدن بوده، بله به زودی اشاره خواهم که من این توضیحات که در رابطه با میکروسکوپ دادم، من از جایزه شروع کردم که جایزه پزشکی رو بردن، بعد جایزه فیزیک و بعد جایزه شیمی، ولی الان من پریدم یه دفعه و این توضیحاتی که تا به حال شنیدید در رابطه با کشف نوعی میکروسکوپ و مکانیزم جدید است در رابطه با جایزه نوبل شیمی هست و نه پزشکی. به زودی به پزشکی هم اشاره خواهیم کرد. خواهش می‌کنم. پس این تأثیرات کوچک رو داشتیم و این وقایع، چون من بیشتر می‌خوام روی فیزیک تکیه کنم، یه مقدار عجله دارم و می‌خوام سریع برم که بپرم به قسمت فیزیک، اما ما این یادآوری رو انجام بدیم که این آمار سریعی رو هم داریم در رابطه با برندگان جایزه پزشکی و این است که تا به حال 108 نفر جایزه این جایزه نوبل پزشکی از بین سال 1901 تا به حال 2017 به 108 نفر اعطا شده جایزه نوبل پزشکی. 39 نفر از اینها به 39 دفعه فقط به یک نفر جایزه نوبل پزشکی داده شده. 12 نفر از برندگان جایزه نوبل پزشکی خانم ها بودن و 32 سال سن جوانترین برنده جایزه نوبل هست، فردریک بانتینگ، که ما اینجا قبلنا که توضیح دادیم راجع به این بزرگ مرد کشور کانادا، گفتیم که فردریک بانتینگ کسی بود که انسولین رو کشف کرد و تمام زندگی ساینتیفیک خودش رو اختصاص داد به کار با این و بالاخره تونست اثبات کنه که رابطه اون و تأثیر اون با سیستم مکانیزم عمل کرده قند در بدن و دیگه با انسولین و این آشنا هستید. و این یادآوری هم کنیم که 87 سال سن مسنترین برنده جایزه نوبل پزشکی است و اینکه این بله حالا من این توضیحات بدم راجع به خود جایزه نوبل پزشکی، چون این مقدار قاطی‌پاتی شد، پریدیم از پزشکی به شیمی، از شیمی به پزشکی و دقیقا. حالا میایم و توضیح بدیم راجع به این که دانشمندانی که برنده جایزه نوبل پزشکی شدن چه کاری کردن. به طور کلی این سه نفری که اسمشون رو این را در ابتدای این بحث گفتیم، کاری که کردن این هست که اومدن و تمام زندگی ساینتیفیکی خودشون رو که برای بیشتر از 60 سال هست رو اختصاص دادن به روی اینکه سلول‌های بدن و ژن‌ها در سلول‌های بدن به چه صورت عمل می‌کنن و پرده برداری کردن از کشف نوعی ژن در سلول‌ها که کارش تنظیم کردن و کنترل کردن میشه گفت ساعت بدن انسان هست و اینکه بدن و اعضای بدن چگونه واکنش نشون میدن به تغییرات زمان، تغییرات سرعت زمان و تغییرات روز و شب و اینکه چه عاملی به طور کلی باعث میشه که شما به طور ساده وقتی که الان سوار یک کاوپوی میشید 15 ساعت میرید اون سر دنیا به یک کشور دیگه، عاملی که باعث میشه خسته باشید، عاملی باعث میشه که شبها تا چند روز شبا به جاش اونجایی که شب شما تا صبح بیدارید و روزا تا شب خوابید و اصطلاح جت لاک، عاملی که این رو تحت تاثیر قرار میده و چه تأثیری به روی بدن داره و اینکه به طور کلی افرادی که شبا دیر وقت کار میکنن یا صبحای خیلی زود میرن سر کار یا در زمانهای تاریکی کار میکنن، معلوم شده که سلول مخصوص و ژن‌های مخصوصی در سلولای تک تک انسان ها و در تقریبا تمام سلول های بدن انسان وجود داره که این ژن ها هستن که این مکانیزم رو کنترل میکنن و اداره میکنن و اینها هستن که سیگنال های مختلف میفرستن به سلول و توضیح میدن و کنترل میکنن سلول های بدن رو و در نوبه خودش اعضای بدن رو و در درجه آخر انسانی رو که بدنش به چه صورت واکنش نشون میده بر این واقعه، که این رو در اصطلاح پزشکی میگیم سیرکادیسک. سیرکادیسک لغتی است از زبان یونان قدیم یا به اصطلاح میشه گفت زبان لاتین که به معنای پریود هست و به معنای زمانهای 24 ساعته است. این اسم گذاری
از اون تاریخ میاد و به طور کلی این عملکرد رو انجام دادن و کار از زمانی شروع شد که در سال 1970 این سه نفر وقتی که در دانشگاه کار میکردن و دانش آموز بودن و تحقیقاتشون انجام میدادن شروع به آزمایش کردن به روی این پشه هایی که به اونها میگیم پشه های آقا داری بنان فلوگر چی میشه به پشه های موز نه به فارسی نه این همین پشه ریزه ها دیگه بله اگر میوه ای هلویی موز رو چیزی رو روی میز آشپزخونه بذارید پس از چند روزی میبینید که یه سری پشه های کوچیک روی اینها میچرخن که ما در زبان سوئدی به اونها میگیم پشه های موز یا پشه های همین کوچیکی که آقا زاده گفتن. دانشمندایی که اینجا اسپوردیم اومدن و این تأثیرات نور و تأثیرات تغییر زمان رو اول شروع کردن روی این پشه ها آزمایش کردن و اندازه‌گیری کردن و تونستن در اصل در این پشه ها برای اولین بار این مکانیزم رو کشف کنن و اثبات کنن که ژنی مخصوص در مرکزی و جای مخصوص در زنجیره دی ان ای که در درون سلول انسان هست کارش کنترل و هدایت کردن مکانیزم این زمان چیز بدن هست که سلول ها به چه صورت عمل کنند و چه صورت کار کنند و پس از اینکه حدود 15 سال به روی این پشه ها مطالعه کردند بعد با گیاهان شروع کردند و دیدن که در گیاهان هم دقیقا ژنی هست به همین صورت که کنترل مکانیزم زمانی گیاهان رو در کنترل داره و پس از اون به حیوانات رجوع کردن و متوجه شدن که پس از مطالعه 10 سال به روی حیوانات مختلفی مثل موش و سگ و گربه متوجه شدن که در ژن‌های اینها هم همین مکانیزم و همین هدایت وجود داره و پس از اون تحقیقات رو به روی انسان آوردن و تونستن اثبات کنن در تئوری‌های استثنایی و باور نکردنی که این مکانیزم در انسان هم وجود داره و این راه رو باز می‌کنه برای مطالعه و به روی آگاهی یافتن به اینکه تأثیرات غلط و نگاتیوی که زمان‌های طولانی شب کاری در سلامت انسان داره، استرس چه تأثیراتی در انسان داره، چه نوع داروهایی رو میتونیم کشف کنیم و مطالعه کنیم به روی چه نوع داروهایی که بتونیم با این وضعیت مبارزه کنیم و به طور کلی راهی کاملا جدید و دری کاملا جدید به دنیای درون سلول ها و اینکه چه مکانیزم پیشرفته و باور نکردنی نیست که از زمانی شروع شد که مالکیول دیوکسی ریبو نیکلوید یا دی ان ای کشف شد که منجر به برنده شدن جایزه نوبل شد و در اونجا فکر میکردیم که راه ویروس ها رو پیدا کردیم و درون ویروس ها وارد شدیم و موفق شدیم که خیلی کارها کنیم، ولی الان چندین بار پیاپی است که آقا زادی برندگان جایزه نوبل همه فوکوس میکنن به روی مکانیزم درونی و اعماق درونی سلول های بدن، زنجیره دی ان ای و ژن ها که گروه بندی های مختلفی در طول زنجیره DNA هستن در بدن انسان و در سلول ها. و اینجا هم یادآوری کنیم که به طور کلی در هر سلولی کروموزومی داریم که طول این کروموزوم تقریبا حدود 2 متر است، درسته؟ و در که این 2 متر تشکیل شده از زنجیره DNA که گروه بندی های مختلف یک ژن رو تشکیل میدن، بنابراین مکانیزمی است بسیار باور نکردنی و پرده برداری از این که کنترل زمان بدن و اینکه بدن در زمانهای مختلف و در سرعتهای مختلف و در تأثیراتی که آب و هوا به روی بدن انسان داره و به روی مکانیزم بدن داره در اصل از کوچکترین نقطه اعماق درون بدن ما میاد که همانا گروه بندی های مختلف ژنتیک هستن تشکیل شده از قسمت های مختلفی از زنجیره دی ان ای. بنابراین اینم از آمار وضعیت جایزه پزشکی بود که گفتیم چه کارهایی کردن. سیکادیسکما ریتم که اسم این مکانیزم است که اینها این رو کشف کردن. بسیار عالی. و بریم به جایزه نوبل ادبیات هم که میدونین ساعت همین یک ساعت پیش اعلام کردن، 2 ساعت و 1.5 ساعت پیش اعلام کردن که به آقای کازو ایشیگورو که ایشون ژاپنی تبار هستن ولی در انگلیسی، یعنی بریتانیایی هستن،
ولی پدر مادر ژاپنی تبار دارن که این جایزه ادبیات امسال هم به ایشون داده شد. گفته میشه در بیانیه آکادمی سوئد اومده که ایشیگورو با نیروی عاطفی عظیم در رمان‌های خود ورطه توهمی را که در روابط ما در جهان ایجاد شده رو نمایش میده. بله دقیقا جایزه نوبل ادبیات شما معرفی کردید و ما بریم، چون ما یه مقدار چیزا رو قاطی پادی کردیم و همه رو گفتیم، ولی آمار برندگان جایزه نوبل شیمی رو هم تا به حال براتون اینجا داریم و این است که به طور کلی جایزه نوبل شیمی از سال 1901 تا 2017 تا به حال به 109 بار این جایزه ارائه شده، 63 بار به فقط یک نفر، 4 زن رو داریم که برندگان جایزه نوبل شیمی هستن که در رأس اونها ماری کوری رو داریم که در لیست برنده تنها زن جایزه، یا ایشون جایزه نوبل فیزیک هم برده، به همراه یک زن دیگه هم داریم که به زودی اشاره خواهیم کرد. اما مسئله که اینجا جالبه این است که یک نفر رو فقط داریم که هنوز که هنوزه 2 بار جایزه نوبل شیمی رو برنده شده و اون اسطوره ایست و نام‌آوری از کشور آمریکا به نام فردریک سنجر رو داریم که این شخص از کشور آمریکا بود که جایزه نوبل چیز رو، جایزه نوبل رو 2 بار برنده شد، نوبل شیمی رو، شیمی رو و بله در سال 1958 و در سال 1980 فردریک سنجر این جایزه رو دوبار برنده شده. 35 سال جوانترین سن برنده جایزه نوبل شیمی است، 85 سال مسنترین، جوانترین هست فردریک جولیت که برنده جایزه 1935 شیمی بود. و اینم از داستان جایزه شیمی که براتون توضیح دادیم و بریم به شاید مهمترین این جوایز به خاطر اهمیت این جایزه و اون این که کشفی که انجام شده دری رو باز میکنه و ژرف‌های جدیدی رو برای ما ایجاد میکنه برای رفتن به فضا و فضاشناسی و واقعی باور نکردنی که این کشف و این واقعه باعث برنده شدن جایزه فیزیک هست که هر سه هیچ کدوم از کشور آمریکا نیستن، اما هر سه در دانشگاه آمریکا خب سالهاست که مشغول به کار هستند. اول آمار رو بدیم و این است که برندگان جایزه، آمار برندگان جایزه فیزیک به این صورت است که 111 دفعه این جایزه تا به حال از سال 1901 تا 2017 ارائه شده، 47 نفر از اینها یک نفری جایزه رو بردن، 2 زن رو داریم که برندگان جایزه نوبل فیزیک هستند. خانم اول که اولین برنده جایزه نوبل فیزیک هست ماری کوریر بود که از کشور لهستان متولد ورشو که در سال 1903 برنده جایزه نوبل فیزیک شد به همراه با استادش درست هنری بکرل که اینجا معرفی کردیم، و یک بار دیگه در سال 1911 برنده جایزه نوبل شیمی شد این ماری کوری. و خانم بعدی ماریا گوپرت مایر رو داریم که در اصل باز هم متعدد لهستان، اما لحظاتی کوتاه در لهستان بود، بعد به آلمان رفت و بعدها پاس و سیتیزنشیپ آمریکایی آلمانی خودش رو نگه داشت، اما محل متولد و متولد شدنش در از همون نزدیکای چیز بود، بله کاتووزگ در پولند که امروز از ناحیه است در اون زمان، بله که این خانم جایزه نوبل فیزیک رو در سال 1963 یعنی بیشتر از 60 سال، دقیقاً 60 سال طول کشید که پس از اینکه ماری کوری جایزه رو برد، پس از این مقدار سالها طول کشید تا یک خانم دیگه برنده جایزه نوبل فیزیک شد. حالا میریم به دلایل برنده شدن این جایزه که ما رو میبره به یک فیلم که در رابطه با این به روی فیسبوک یک کتاب دانش گذاشت. آقا اگر برید پایین میرسیم به اولین فیلم امروز که توضیحاتی است در رابطه با یک مرکز جدید که
تبدیل شده به مرکزی تحقیقاتی جدید، همین لیگو دتکت. بله، لیگو دتکتور که مرکزی است جدید یا مراکزی است جدید که بیشتر بیشتر معلوم شده اینها رو داریم باز میکنیم و ثبت میکنیم برای شناسایی کردن و اندازه‌گیری کردن و آنالایز امواج، به فارسی آقا داری، امواجی که از بر اساس نیروی جاذبه برخورد کرات یا در هم آمیخته شدن این چاله های سیاه، اون موجی که برسار میشه گراویتیشنال ویو، گراویتیشنال ویو بنا میگن، یعنی موج های جاذبه ای اگر بخوایم بنا بگیم، یعنی از برخورد دو فرض کنید کهکشانی مثل کهکشان راه شیری با یک کهکشان دیگه که در مرکز هر دو چاله سیاه یا سوراخ سیاه رو داریم، اینها وقتی که نزدیک میشن دور هم میچرخن و در عمق نمیشن، از انفجار و از برخوری که رخ میده به قدر این عظیمه است که درست مثل همونطوری که شما یک قطع سنگی رو در یک دریای آرامی رها کنید موجهایی که میرن، همین واقعه رخ میده در فضا و این موجها از انفجارات کرات و سوراخ ها و چاله های سیاه به وجود میان و اینها فرستاده میشن با سرعت نور. پس از این واقعه اینا با سرعت نور پراکنده میشن و درست این مثل این است که شما بیایید برای مثال فرض کنید که بیایید یک سنگی رو در یک دریایی، مثلا فرضاً در شمال در کشور ایران دریای خزر یک سنگی رو پرت کنید، این موجا از اون لحظه‌ای که میرن خب همه‌شو میشه دید، ولی اگر یک دستگاهی رو بذاریم که در جنوب کشور روسیه در درست شمال در دریای خزر یک سنسری رو بذاریم که موج‌ها رو بتونه حساب کنه، کاری است که دانشمندا حساب کردن برای محاسبه کردن موج‌ها و بنابراین راهی باز شده برای دری جدید، راهی جدید و متدی کاملا جدید برای شناسایی به مراتب دقیق‌تر فضا. مسئله که تا به حال همه ما با اون آشنا هستیم این است که تحقیقات به روی فضا تا به حال معمولاً به طور 100% فقط از طریق نور قابل اندازه‌گیری شده بوده و ما با ایجاد تلسکوپ های مختلف روی کره زمین، با فرستادن تلسکوپ های مجهز به در فضا اومدیم و با نور آنالایز کردیم و عکس برداری کردیم از اعماق مختلف فضا و بر اساس نور اومدیم فضا رو شناسایی کردیم، عمر فضا رو حساب کردیم، دلیل به وجود اومدن کرات رو حساب کردیم. اما دانشمندانی که برنده جایزه نوبل فیزیک شدن الان حدود 50 سال هست که روی متدی کاملا جدید کار میکنن که اسم این متد متدی است که این رو همکنون در فیلم ها دارید مشاهده میکنید، متدی به نام آره شما این متد رو اسمو داشتیم و بله من سریع برم به ببینیم که Constructions begin اینجا نوشته و بعد من یک لحظه این اسم چیز رو همون لیگو، بله لیگو پروژکت، لیگو مخفف لیزر اینترو اینفرنومتر گراویتیشنال ویو ابزرواتوری است که اومدن و به طور کلی در یک پروژه بسیار بسیار گرون اومدن مرکزی رو در شمال ایالت واشنگتن در آمریکا ایجاد کردند که از دو که شبیه یک ال هست که در مرکزش یک مرکزی رو داریم که اندازه‌گیری می‌کنه، هر بازوی این ال 4 کیلومتر هست و در درون سر این مکانیزم گرونترین و حساسترین آینه های جهان رو اینستال کردن دانشمندا که با نور لیزر اینها به هم سیگنال میفرستن و اگر موجی و یا لرزشی بیاد و وقتی که این نور لیزر میره و بر میگرده از بازوی کناری هم میره و بر میگرده به مرکز و تا زمانی که لرزهی و ارتعاشی نداشته باشیم، این دو نور وقتی برمیگردن از طریق این آینه ها به این مرکز همدیگر رو خنثا میکنن و ما یک موج ثابت یا یک خط ثابت رو داریم. اما کوچکترین ارتعاش و برخورد این موج ها که به دلیل اینکه این مکانیزم به مراتب و بسیار بسیار حساس است و حساس ترین وسیله جهان هست، اگر موجی اینجا ثبت بشه و لرزشی ثبت بشه،
این نوری که بعد میگرده اون موقع چون آینه حرکت کرده و این مکانیزم حرکت کرده به جایی که باید بخوره نمیخوره و یک لرزش رو و یک جامپ رو میشه گفت داریم که این نشوندنده بودن و اثبات کردن این هست که این موجها وجود دارن. برای اولین بار بود که آلبرت انیشتین در تئوری که داشت در بیشتر از 100 سال قبل وقتی که اومد و داکیومنتی رو نوشت و توضیح داد که و دلایل خودش رو در رابطه با ریلاتیویتی به اثبات رسوند، اومد و گفت که و توضیح داد که یکی از مشاهداتی که من ثابت میتونم کنم که یک کمچه چیزی وجود داره باید یک نوع باید این موجها به صورت 100% وجود داشته باشن که به تئوری من بشه اون موقع واقعا 100% این رو چیز کرد، واقعا قبول کرد. اما در اون زمان چون آلبرت انیشتین هیچ گونه وسیله ای نداشت و هیچ گونه امکانی رو نداشت و علم اونقدر پیشرفت نکرده بود، این پرانتزی باز کرد در این داکیومنتش و نوشت که من مطمئنم که این موجها موجهای گراویتیشنال ویو اینها وجود دارن اما به هیچ وجه نمیتونم اینها رو ثابت کنم. اما تمام معادلاتی که نوشتم و تمام تئوریایی که انجام دادن حاکی بر اینه که عاملی که یکی از بنابراین میشه گفت پازل هایی که اینجا نیست در این چیز در این پازل این است که این موجها وجود دارن که این دانشمندها تونستن بنابراین بیشتر از 100 سال بعد این موضوع رو اثبات کنن و این تبدیل شده به یک بیزنسی عظیم و باور نکردنی. حالا شاید سوال شما پیش بیاد که وقتی یک کمچن دستگاهی که دو بازویی به طول هر کدوم 4 کیلومتر داره که نور لیزر رو از طریق آینه به سر میفرسته بعد این رفلکت میکنه و ور میگرده بعد از بازوی کناری هم که 4 کیلومتر است همین واقع رخ میده و در این مرکز میان، خب مسلماً حتی این سیستم به قدری حساس است که اگر یک نفر در کشور انگلستان هم وایسه و سنگی رو به زمین پرت کنه این دستگاه به قدری حساسه که قابلیت حساب کردن این ارتعاش رو هم داره. حالا سوال شما حالا بود پیش میاد که خب وقتی که یک دستگاه اینقدر حساسه از کجا بدونیم که این لرزشی که در این مکانیزم انجام شده و ثبت اختلاف بین طول موجها ایجاد شده از کجا بدونیم که از فضا میاد؟ برای اینکه به این واقع پی ببریم دقیقاً همین مرکز رو در ایالت ایلینوی در لویزیانا درست مشابه همین مرکز رو در ایالت لویزیانا در جنوب کشور آمریکا در اون سر خاک آمریکا همین مرکز رو و همین مکانیزم رو ثبت کردن و این دوتا با همدیگه کار میکنن. بنابراین اگر موج دیگری بوده باشه که این ارتعاش رو ایجاد کنه نمیتونه روی اون مرکز بعدی که کیلومترها فاصله داره با اون یکی همون تأثیرات رو بذاره. و وقتی که اومدن و مطالعه کردن برای اولین بار در سال 2016 بود که دانشمندای آمریکایی هر دو مرکز همزمان اومدن و این موج رو ثبت کردن و سیستم و مکانیزمی که جالبه این است که با آنالایز کردن طول موجها با آنالایز کردن فاصله بین این دو مرکز و اینکه این موج به چه صورت و این لرزش به چه صورت ایجاد شده میتونیم به مراتب بهتر از نور فضای خودمون رو شناسایی کنیم به صورتی که میتونیم اثبات کنیم که این واقعه در چه زمانی رخ داده ولی هنوز نمیتونیم ثابت کنیم در کجا رخ داده. در وقتی که این مطالعات انجام شد و این تئوری ها به اثبات رسید دانشمندان متوجه شدند که این موج گراویتیشنال ویوی که به کره زمین رسیده فاصله 1,300,000,000 سال رو طی کرده و از برخورد دو کهکشان که در مرکز اونها دو چاله سیاه بوده ایجاد شده که اول که این کهکشان ها هزاران برابر بزرگتر از دو کهکشان راه شیری بودند که دور هم میچرخیدن با یک چاله سیاه در مرکز، اینها شروع کردن به چرخیدن و اول با سرعتی که این رو مقایسه میشه کرد با سرعت چرخش یه میکسر، یعنی شما آقای زاده یک مخلوط کن که توش شیر موز درست میکنید، اون سرعتی که اون پر را میچرخند فرض کنید که دو کهکشان رو
بتونید که هزاران برابر بزرگتر از کهکشان راهشیری هستن با اون سرعت دور هم بچرخونید، این سرعت افزایش پیدا کنه، اینها منهدم بشن در هم دیگه و اون انفجاری که ساطع میشه موجی رو در فضا ایجاد میکنه که این موج با سرعت نور به اطراف پراکنده میشه، درست مثل پرتاب یک سنگ در یک آب. اما این دستگاه و این مکانیزم میتونه از به خاطر حسابایی که انجام دادیم و معادلات ریاضی که اینجا جای داره یادآوری هم کنیم از بزرگ زن ریاضیدان کشورمون پروفسور میرزاخانی که در معادلات ریاضی که این دانشمند ایرانی اثبات کرد، این دانشمندا این معادلات در اصل پایه است و قسمت اصلی محاسبات و آنالایز این مکانیزم است و از این هموطنمون هم که جان خودش رو چند وقت پیش از دست داد یادی کنیم که در این زمینه معادلات این ریاضیدان ایرانی بسیار بسیار حائز اهمیت بوده که از این لحظه بعد میتونیم بنابراین فضا رو به صورتی کاملا جدید و بدون احتیاج به نور آنالایز کنیم. بر اساس این تئوری استثنایی قراره که حالا که این جایزه نوبل داده شد و این موضوع اثبات شد و اهمیت آنالایز کردن به مراتب دقیقتر و بهتر فضا رو میتونیم از طریق این موج‌ها حساب کنیم، در سال 2030 تایید شد که کشورهای اروپایی دور هم جمع میشن و بزرگترین مکانیزم اندازه‌گیری جهان رو به فضا میفرستن. چون این برنامه‌ای که الان ما در رابطه با دو مرکز تحقیقاتی گفتیم، یکی در گوشه شمالی آمریکا و یکی دیگه در گوشه جنوبی آمریکا، مرکزی هم در اروپا ثبت شده که در حال آنالیز کردن، مرکز دیگه هم لیگو سنترال یا لیگومتر دیگه ای هم در ژاپن داریم. اما برای اینکه بتونیم این برخورد موج‌های گراویتیشنال و اینها رو حساب کنیم، در سال 2030 سه سفینه فضایی به فضا پرتاب خواهند شد که اینها در فاصله زلهای 5 میلیون کیلومتر از همدیگه قرار خواهند گرفت و در فضا مثلثی رو تشکیل خواهند داد که هر زلش 5 میلیون کیلومتر است و با نوعی از سیگنال و لیزر مخصوص اینها با هم اتصال دارند و کوچکترین نوع لرزش و موجی که از فضا بیاد و از لای این یکی از ضلع‌های این مثلث عبور کنه در فضا، اون موقع است که فکر می‌کنن دانشمندان که بتونن هم آنالایز دقیق از بیگ بنگ، یعنی بزرگترین حادثه انفجار به دست اومدن و درست شدن تمام فضا و جهان و کرات رو ببینن و هم مرکز دقیق و هم زمان دقیق رو، بنابراین تا سال 2030 باید وایسیم و جوایز نوبل دیگری که در راه خواهند بود بر اساس این تئوری استثنایی و در واقع وقتی که صحبت از بیگ بنگ میشه، یعنی بالاخره یه چیزی وجود داشته که منفجر شده دیگه. دقیقاً. حالا وقتی که تازه به اونجا برسیم، حالا باید ببینیم که اون از کجا اومده بوده که منفجر شده. این تازه شروع جریان است. بله، بنابراین این دو نفر که یه نفر از اینها کسی بود که برای اولین بار اصلا این تئوری رو، یکی از برندگان کسی است که برای اولین بار این تئوری رو بروز داد که چرا نیاییم و فضا رو به جای که از طریق نور آنالیز کنیم، از طریق موج‌هایی که میان اینا رو آنالیز کنیم. و این دستگاه رو دیزاین کرد و اینو درست کرد و بعد افرادی که منو باش کار کردن و این حدود 60 سال این داستان طول کشیده تا اینکه بالاخره در دوشب گذشته منجر شد به اثبات این موضوع و برنده شدن جایزه نوبل برای این رو هم سریع بگیم. نمیدونم آقا داریم ما این آمار این چیز رو فیزیک رو سریع بگیم. بله، ما اینجا آمار فیزیک رو هم براتون گویا گفتیم. فقط یادآوری کنیم که هنوز یک نفر رو داریم که این شخص در رأس امور برندگان جایزه نوبل فیزیک هست و اون بله و اون جوانترین برنده جایزه نوبل هست که
لارنس براگ هست از کشور استرالیا، متولد شهر آدلاید، که به همراه پدرش وقتی 19 سالش بود خودش رو به کشور انگلستان میرسونه، در دانشگاه کمبریج شروع به تحقیقات میکنه و به همراه پدرش برنده جایزه نوبل فیزیک میشه، زمانی که فقط چند سالش بوده؟ 25 سال. برای این از این که این شخص برنده جایزه نوبل شد و در سال 1915 که داستانی است باور نکردنی از این خانواده که چگونه برای اولین بار وقتی که پای این کودک در شهر آدلاید میشکنه، پدرش برای اولین بار از رونتگن که اولین برنده جایزه نوبل فیزیک بود از کشور آلمان که رونتگن رو کشف کرده بود، اکس‌ری رو کشف کرده بود، اون حرفای اون رو میخونه و صحبت‌های اون رو میخونه و شروع میکنه روی این سیستم مطالعه کردن که بتونه پای بچهش رو خوب کنه که بعد بیان به انگلستان و خلاصه کار ادامه میدن و تکنولوژی رونتگن و رو به جای میرسونن که امروزه شما که به یک دکتر دندون پزشک مراجعه میکنید، اون عکسی که گرفته میشه و دندونی رو که به شما نشون میدن و یا دست آدم میشکنه، هنوز رو مدیون این پدر و پسر هستیم و این جایزه نوبل. باریکلا. خب ما یه دو دقیقه فرصت داریم، میخواین اگه مطلب دیگه هم دارین در این دو دقیقه بگید یا چیکارش کنیم؟ مطلب که آقا زادی هزار یک مطلب. بله، چه مطلبی از این بهتر که آمار 10 برنده جایزه نوبل رو بگیم از لحاظ کشور که کدوم کشوره که در رأس تاپترین تعداد برندگان جوایز نوبل هست. از مقام شماره بذارید ببینم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 پنج تا آخر اتریش رو شروع میکنیم، 21 جایزه نوبل. در مقام شماره 9 راشیا، روسیه، 23 که با کشور کانادا در یک چیز هستن، 23 برنده. یادآوری کنیم که کشور اتریش 8.5 میلیون نفر جمعیت، روسیه با جمعیت بالغ بر 144 میلیون نفر، کانادا در مقام دیگه مقاماشو شما خودتون حساب کنید، ولی ما بگیم که 23 جایزه نوبل رو بردن. کشور کانادا 36 میلیون نفر جمعیت داره. در مقام بعدی کشور ژاپن رو داریم، 25 برنده جایزه نوبل با 127 میلیون نفر جمعیت. سوئیس رو داریم، 26 برنده جایزه نوبل با جمعیتی بالغ بر 8.5 میلیون نفر. سوئد رو داریم، 30 برنده جایزه نوبل از کشور سوئد با جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر. فرانسه 62 برنده جایزه نوبل، 64 میلیون نفر. آلمانیا که چندین نفر از برندگان امسال سال 2017 از کشور آلمان میان، 80 میلیون نفر، 106 بار برنده جایزه نوبل شده این کشور. در مقام شماره بنابراین سوم آلمان رو داریم، در مقام شماره دوم کشور انگلستان رو داریم، 130 برنده جایزه نوبل، 65 میلیون نفر کشور انگلستان جمعیت داره. و در مقام شماره یک کشور آمریکا، 366 برنده جایزه نوبل که تعداد زیادی از برندگان امسال هم از آمریکا بودن، 507 میلیون نفر آمریکا جمعیت داره. اما اگر بیایم و تمام کشورهای بازار مشترک اروپا رو روی هم قرار بدیم که اینها همه با هم چند بار جایزه نوبل رو بردن، 475 جایزه نوبل رو داریم از کشورهای اروپایی با من جمعیت ها رو غلط کردم، آمریکا 322 میلیون نفر و بازار مشترک اروپا است که 505 میلیون نفر جمعیت داره که درسته، دقیقاً 475 جایزه نوبل رو برده مجموعاً. بسیار عالی، بریم آگهی این ساعت رو بشنویم، سریعا برگردیم در استودیو در قسمت دوم در کنار فرانک عزیز بشیم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back. آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
آتیش با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 28 اکتبر 2017 استکهلم با جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار، من از نگاه کردن داریوش پرستش و شناختم، داریوش لایو این استکهلم، دنیای این روزای من درگیر تنهایی. شنبه 28 اکتبر استکهلم سمیسان ویکتوریا هالن با داریوش. برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی آتیش.se دیدن نمایید و یا با تلفن 2046 739 94 99 94 تماس حاصل فرمایید. نیسان قشقایی 2018 با کروس یا اتاق جدید و کاملا متفاوت. آپشن های تازه در نیسان قشقایی 2018. اطلاعات بیشتر الیا و نیما در نیسان هدینبیل آکلا، 505-69-234 و 505-69-235. This is how driving should feel. The all new Nissan Qashqai. The ultimate urban experience. Nissan. Innovation that excites. نقش خاطره میزند فرش ایرانی. پرش آرتس عرضه کننده انواع فرش ایرانی و مدرن با ارائه خدمات شستشو، رفوی فرش و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه، دارای مجوز از اتاق بازرگانی سوئد در خدمت شماست. آدرس: سولنا سنتروم، بیبلوتک استوریت، شماره 8. جهت اطلاع بیشتر با شماره 08-27-44-72 تماس و یا به وبسایت www.persharts.com مراجعه فرمایید. مسکن سول کوست پروپرتی، سازنده و فروشنده ملک در کنار سواحل مدیترانه جنوب اسپانیا، بدون پیش پرداخت اولیه و 75% وام با بانک گارانتی و در مورد اخذ اقامت اسپانیا با وکلای مجرب ما می توانید تماس بگیرید. www.sulcosproperty.com تلفن استکهلم 0735204458 و تلفن اسپانیا 2034-680-2041-85. مرکبی استاد دنتال. مرکبی استاد دنتال با مدیریت دکتر لیلا موسوی مقدم، با بیش از 20 سال تجربه در امور دندانپزشکی، مقدم هموطنان عزیز را گرامی می‌دارد. در کلینیک مجهز و مدرن مرکبی استاد دنتال شما از خدماتی نظیر درمان پوسیدگی، جرمگیری، کاشت دندان، عصب‌کشی، درمان بیماری‌های لثه، روکش دندان، ساخت دندان مصنوعی، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان و غیره بهره‌مند خواهید شد. جهت رزرو وقت لطفاً با شماره تلفن 52-52-57-20 تماس گرفته و یا از تارنمای barkabistaddental.se بازدید فرمایید و با مراجعه به ما مسواک برقی رایگان هدیه بگیرید. Look great and feel confident with a new smile. حالا شده که هوس غذای ایرانی بکنید ولی اصلا حوصله بیرون رفتن و یا درست کردن غذا رو هم نداشته باشید؟ رستوران آریا مشکل شما رو حل کرده. رستوران آریا غذاهای خوشمزه ایرانی رو در به منزل به شما که در شمال استکهلم زندگی میکنید تحویل میده. البته امکان پذیرایی از شما در محیط گرم و صمیمانه رستوران آریا هم امکان پذیره. شماره تلفن تماس 08 25 02 03. آدرس
سیبیلیوس گونگن شماره 48 تا 50 آکلا سنترو رستوران آریا. آیا پرسونلیگ اسیستنس دارید و یا به دنبال پرسونلیگ اسیستنس میگردید؟ پس بسیار مهم است که به این آگهی گوش کنید. شرکت ما از سال 2010 تا کنون در سوئد مشغول به کار می باشد. ما به عنوان یکی از معدودترین شرکت های اسیستنس به صورت کاملا جدی به مشتریان خود، خانواده آنها و کارمندانش خدمت رسانی کرده و اهمیت ورزیده ایم. ما همچنین با دانش کافی از قوانین به شما و عزیزانتان کمک می‌کنیم تا از حد اکثر حقوق خود به عنوان یک مشتری بهره‌مند گردید. تریا بهترین انتخاب شماست. همین حالا با ما و با شماره تلفن 08-400-25-888 در تماس باشید. triaassistance.se. وکیل نیما رستمی با سابقه و تجربه طولانی و با آشنایی به فرهنگ و امورات مربوط به جامعه ایرانی و افغان افتخار ارائه خدمات حقوقی را این بار همراه با تیم همکاران وکیل و حقوقدان خود بدین ترتیب عرضه می کند. مهاجرت از طریق پناهندگی، کار و سرمایه گذاری و مشاوره در مورد تابعیت، خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزندان، تقسیم اموال، تنظیم قراردادهای خانوادگی و دعاوی مربوط به تقسیم اموال در هنگام طلاق و همچنین دعاوی بین المللی در مورد سرپرستی و حضانت فرزندان و تقسیم اموال، وکیل مدافع کیفری و وکیل کودکان هنگام وقوع جرم و دعاوی مالی. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 08-84-2996 و یا nimarostami.se در تماس باشید. آدرس ما اودنگاتان 88 استکهلم. رستوران زرتشت واقع در هلنلون سنتروم مقدم شما را گرامی می‌دارد. زرتشت با سرو انواع غذاهای ایرانی در محیطی خانوادگی پذیرای شماست. جشن‌ها و میهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه زرتشت بسپارید. شماره تماس 35 27 27. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.zartosht.se مراجعه فرمایید. تاکوبار، غذای تکس مکس، یک قسمت کوچک از مکزیک با بهترین غذاها. رفتن به مکزیک گرونه ولی خوردن غذای مکزیکی در سوئد آسون آسون. تاکوبار در ولینگبی سنتروم و شیستا سنتروم مقابل شیستا گروسن با کلی غذای مکزیکی و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی در خدمت شماست. مهمونی ها و ملاقات های کاری شما در تاکوبار به همراه موسیقی واموس پلایا و نوشیدنی های تکیلا بلانکو و کرونا. مکزیکو بیخیال، تاکوبارو بچسب. خرید خونه در ترکیه دیگه هیچ کار سختی نیست، به خصوص وقتی که با شرکت AF Real Estate در تماس باشید. شرکت AF Real Estate با در دست داشتن کادری متخصص و با تجربه در این زمینه میتونه به شما کمک کنه. AF Real Estate در حال حاضر به شما کمک میکنه که تا سقف 70% وام بانکی دریافت کنید. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.2090.se مراجعه و یا با شماره تلفن 070-776-1022 تماس بگیرید. رستوران ونک. رستوران ونک با خوراک‌های لذیذ ایرانی و با کیفیتی بسیار بالا آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. ونک همه روزه از ساعت 11 صبح تا 10 شب و جمعه و شنبه تا 12 شب پذیرای شما می باشد. آدرس: آکلا ماریا همسگاتان شماره 24. شماره تماس 08-632-2099.
کیفیت شعار ماست. ونک.se. اجرای انواع پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی با پرسنلی با تجربه. www.ustabanna.com. شرکت خدماتی رنتورد. شرکت خدماتی رنتورد با پرسنلی مجرب و با خدماتی نظیر نظافت کلی و جزئی و جابجایی اسباب و اساسیه در خدمت شما هموطنان گرامی می باشد. شما حتی می توانید با خرید استد پرسنت کوچ عزیزان خود را نیز از خدمات پرسنل با تجربه ما بهره مند سازید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 070-994-7077 تماس بگیرید. شرکت خدماتی رنتورد. صرافی پارس، صرافی ایرانی در استکهلم با مجوز رسمی از فینانس اینسپکشن 010-333-3316 و یا 010-333-3317. ساعت کار ما 10 تا 18. صرافی پارس، صرافی مورد اطمینان شما برای انتقال پول شما در ایران و سوئد در اسرع وقت و به صورت قانونی در حساب بانکی شما. صرافی پارس واقع در آکلا سنتروم جنب آکلا داتا سیبیلوس گونگن 26B. صرافی پارس 010-333-3316 و یا 010-333-3317. شرکت اسیستنس فور مدلینگن با سالها تجربه در زمینه پرسونلیگ اسیستنس به ویژه یاری رسانی به کودکان با پرسنلی مجرب و با تجربه آماده ارائه خدمات در زمینه پرسونلیگ اسیستنس به شما هموطنان گرامی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0707-76-10-22 تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتی www.3046.se مراجعه فرمایید. قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار. خب جناب فرانک عزیز، برسیم به قسمت دوم برنامه شما و بعد از اینکه شما صحبتاتون تموم شد میتونیم که عزیزانم اگه سوالاتی رو داشته باشن بر روی خط داشته باشیم. بله، بحث ها رو یک مقدار ادامه میدیم با وقایع باور نکردنی دنیای گوگل. آقای زاده، اگر به وبسایت فیسبوک ما شما و بینندگان رجوع کنن، در ایونتی که گوگل در شب گذشته داشت پرده برداری شد از چندین پروداکت باور نکردنی، از جمله دو تلفن که در زمینه کارهایی که این تلفن‌ها انجام میدن و سرعت عمل کرد و دوربین میگن از آیفون خیلی بهتره. اگر به دو پیکسل مدل دو در دو سایز مختلف رو، چون ما فرصت ما خیلی کم است دیگه رفتن دیدن این فیلم ها و این پروداکت ها و اینکه گوگل از دو مدل اسمارت دور بلنگو هم پرده برداری کرده، حتما به فیسبوک یک کتاب دانش برید و این فیلم ها و تصاویر این پروداکت رو ببینید. سایز این دو مدل مختلف، درست مثل آیفون که در دو مدل اومده، این هم در دو مدل کوچکتر و بزرگتر به بازار عرضه شده. دوربینی کاملا جدید و این مسئله این که بتونید تصاویر و عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو به صورت آنلیمیتد در موبایل داشته باشید و به کلاود بفرستید، تمام مسائل و مشکلات رو میگن که گوگل در این زمینه حل کرده. حتما این فیلم ها رو ببینید و ببینید که آیا دور تلفن بعدی شما یک تلفن پیکسل از گوگل خواهد بود یا نه. دو مدل مختلف بلنگو رو، اسمارت رو هم اینجا گوگل معرفی کرده، دو بلنگویی که شما میتونید با حرف زدن این بلنگوها رو بیدار کنید، از این بلنگوها تقاضای پخش کردن موزیک کنید و از این بلنگوها تقاضای خرید پروداکت کنید از روی اینترنت، که در جلسات قبل براتون گفتیم که کمپانی گوگل قراردادی امضا کرده با شرکت والمارت، کمپانی والمارت که در رقابت بیش از حد و بیشتر با آمازون
بتونن که مردم با صدا کردن و voice purchasing یعنی خریدن پروداکت با فقط اینکه بلنگو جان یک دستگاه نون توستر اوردر بده بیاد که دیر شده، فردا این از طریق والمارت به خونه شما ارسال میشه و دوربین جدیدی هم که بسیار کوچک است گوگل به مارکت داده که عکس میگیره و اسمارت هست و اعضای خانواده رو میشناسه، گربتون رو میشناسه، سگتون رو میشناسه و وقتی که این دوربین در خونه هست اگر کسی دیگه ای بغیر از اعضای خانواده به خانواده چند به شما وارنینگ میده. تمام این پروداکت های جدید کمپانی گوگل، تلفن ها، بلندگوها، دوربین ها و همه و همه و چندین چیز جدید رو در یک رپورتاژ بغیر از اینکه من پروداکت های مختلف رو براتون فیلماش گذاشتم به روی فیسبوک کتاب دانش، یک جلسه 19 در یک جلسه 19 دقیقه ای هم همه رو خلاصه اونجا هست که میتونید از خدمات و کارهایی که این کمپانی انجام داده بیشتر دیدن کنید و فیلم های اینها رو به روی فیسبوک کتاب دانش ببینید و لایک بزنید، به دیگران اشاره کنید. همون اندروید هم میره دیگه، درسته؟ بله، اندروید با تمام اپ هایی که متعلق به کمپانی گوگل هستن، یوتیوب رو داریم، گوگل درایو رو داریم، گوگل فوتو رو داریم، مپ رو داریم و اگمنتد ریالیتی رو داریم. بنابراین ورود جهان خارج به درون خانه شما از طریق این تلفن ها و دیوایس های کمپانی گوگل. اما حالا که از گوگل داریم صحبت میکنیم، جای داره که پرده برداری کنیم از جدید ترین و واقعی که این کمپانی در هفته گذشته معرفی کرد و اون نوشتن کانترکت و قراردادی با کمپانی رویس رویس هست. حالا شاید از خودتون میپرسید که چه رابطه‌ای میتونه وجود داشته باشه بین کمپانی رویس رویس از کشور انگلستان و کمپانی گوگل، و اون این هست که رویس رویس امروزه معرف تولید و تکنولوژی مدرن ترین و تاپ ترین موتورهای هواپیماهای مسافروری و جنگنده جهان هست و کمپانی رویس رویس امروزه یکی از مهمترین و دارای بیشترین تعداد پتنت و تکنولوژی های استثنایی در موتورهای کشتی های باربری و مسافروری در جهان هست. و کمپانی گوگل چه داره؟ کمپانی گوگل متخصص سیستم های آنالایز کردن دیتا، آنالایز کردن اطلاعات و از این آنالایز آمارگیری ها اطلاع رسانی کردن. گوگل دارای مدرن ترین و بهترین مکانیزم های نقشه است. بنابراین خدماتی که قرار این دو کمپانی در آینده ای نه چندان رو به جهان عرضه کنن کشتی های باربری است که بدون احتیاج به یک ناوبر اگر بگیم، یا بدون احتیاج به کشتی های بدون راننده بهتر بگیم، درسته؟ بله بله، بدون ناوگان، ناوگان بدون ناخدا، ناخدا ناخدا من داشتم گفتم بدون ناوبر، اشکال نداره زیاد سوئد بنابراین و اینکه نه فقط بتونیم کشتی ها رو در آینده ای نه چندان دور در مسیرهای مختلف 24 ساعته مورد بهره برداری قرار بدیم و احتیاجی نداشته باشیم که اینها رو یک کاپیتانی برونه، بلکه آمار مسیر، آنالایز، مقدار سوخت این که در چه مقداری سوخت بیشتری مصرف میشه و بنابراین به طور کلی Artificial Intelligence in Combination with Human Data، یعنی آماری که دستگاه های مختلف ارائه میدن اینها آنالایز میشن و در کلاود گوگل، و بنابراین تمام نقشه کشتی ها، مسیر کشتی ها، آمار سوخت، آمار رفت و برگشت، آمار مقدار پروداکت هایی که میرو میاد همه از طریق گوگل هست که ارائه میشه در شرکت های مختلف فروش پروداکت و خدمات رسانی در جهان. و میشه گفت گوگل کاری که داره میکنه داره همون گوگل سرچی رو که شما هر روزه در موبایلتون و در کامپیوترتون با یک انگشت باش تماس میگیرید، همین رو داره ارائه میده به کمپانی های معتبر کشتی سازی و خدمات رسانی باربری جهان و ورودی به عرصه‌ای بنابراین کاملا جدید در این یعنی چیکار میکنه؟
بله چجوری؟ آقا زدی توضیح شما هم ندارم گوش میکنم در لیست اون شنوندگان که آها بعد دارم برنامه رو رپلیس از شما دو تا کلام حرف میشه که خیلی خوب نه باش. گفتیم که گوگل از آماری که چون گوگل نقشه ها رو داره، تمام کره زمین رو داره، تمام اطلاعات رو داره، آها از اونها استفاده میکنه با کمپانی رویستورس همکاری میکنه که رویستورس کشتی ها رو داره و خلاصه همه جهان رو و اینجا یادآوری کنیم که یک کمپانی فنلاندی هم داریم که دارای چندین پتنت هست در همین زمینه که یک سال پیش بود که ما اون کمپانی فنلاندی رو سپردیم که با رویس رویس شروع به همکاری کردن برای خدمات رسانی کردن و درست کردن و ارائه تکنولوژی این که کشتی‌های باربری جهان و مسافربری حتی در جهان در آینده بدون احتیاج به اون کاپیتان باشن. آقای زاده حالی که جرئت میکنه با کشتی مسافر بری مثلا 5000 نفر سوار شین تو خیلی امتر نه خیلی امتر اتفاقا چون الان بیشتر تصادفات که انجام میشه اصلا کلا چه فرقی میکنه چه تو آب چه تو آسمان چه تو زمین اینا بیشترش هیومن فاکتورز هستن یعنی آدمی زاده که داره اشتباه میکنه این ماشینا خیلی در صد اشتباهشون کمتره حالا دید ببینیم که مس میکنن دقیقاً ببینیم که کدوم مسافری حاضری که سوار یک کشتی بشه ولی بگه همه رو هست ولی کاپیتانی نداریم و... مگه نبود همون ایتالیایی که کشتی ایتالیایی و 7-8 تا دختر روس برده بود توی کابین ناخدایی داشت براشون استایلا میکرد بعد مثل که یکیشون گفته بود چجوری اگه بریم نزدی یه ویراج بده بابا خورده اون بغل چپ یه بکسوات کنه جلوی دخترها عجب داست عجب داست خب بله اینم از این حالا ولی به زودی خطا رو باز خواهیم کرد اما قبل از اینکه خطا رو باز کنیم حیفه که از دو واقعه دیگر باور نکردنی هم براتون توضیح ندیم واقعه اول و فیلم اول ما رو به کشور استرالیا میبره و آقازادی پرده برداری از اولین قطار باربری جهان در بیابانهای هزاران کیلومتری استرالیا بدون راننده بله کشور استرالیا در اقدامی کاملا بی سابقه از همه جهان جلو زد و در هفته گذشته در یک مسیر 100 کیلومتری در مرکز معادن این کشور در بیابان کمپانی ریو تینتو آیرون اور کمپانی است که یکی از بزرگترین صنایع معادن آهن در استرالیا داره که فیلم این قطار رو به روی فیسبوک یا کتاب دانش میتونید مطالعه کنید. این کمپانی یکی از ایرادهایی که داره و وضعیتی که داشتن این است که تا به حال قطارهای چندین کیلومتری که بار می‌بردن و سنگ‌های معادن رو بین معدن و کارخونه‌های مختلف می‌بردن به دلیل گرمای شدید یا سرمای شدید معمولاً و اینکه شب و روز و این برنامه‌ای که وسط بیابان‌های استرالیا بوده شیفتایی باید کار می‌کردند که بسیار کم بوده در طول روزهای مختلف اما با تست این قطار جدید و قطاری که بتونه این کار رو به عهده بگیره و بدون احتیاج به یک راننده این کمپانی تونسته که در اقدامی بی سابقه به مقامات استرالیا اعلام کنه که ما قادر خواهیم بود که پس از اینکه این سیستم کاملا بدون راننده شد 353 میلیون تن سنگ معدن رو در سال 24 ساعته بدون اینکه دیگه لوکوموتیوی اونجا احتیاج به راننده باشه بتونیم اینها رو ارائه بدیم و ببریم و بیاریم که فیلم های این تست استثنایی و این پرده برداری رو به روی فیسبوک کتاب دانش میتونید ببینید. آقا شما فیلم رو پیدا نکردید نه؟ نه چرا همین استرالیان فرست فولی بله اگر این بینندگان این فیلم رو هم ببینن که ببینیم که قطاریست که همونطور که مشاهده میکنید این شبیه قطار قدیمی هست که بله میدونید که حالا شاید تعجب کنید و بگید چون ما مثلا در نیویورک قطاری داریم که بدون راننده مسافرها رو بین ترمینال ها میبره که کمپانی های سوئدی این قطار رو درست کردن و در کره در هنگ کنگ به همین صورت هست در ساوت کره به همین صورت هست اما این اولین باری است که یک قطاری در وسط بیابان باربری و به این بزرگی بتونه یک همچین کاری رو بدون یک راننده انجام بده. این هست که فرق مهم این قطار است و تستا و دانشمندان استرالیا که رو مشاهده میکنید که این قطار رو دارن مورد بررسی قرار میدن و که بنابراین این هم از کشور استرالیا.
حالا میریم به کشور کره جنوبی، اما آماری رو داریم از کشور آمریکا و اینکه چه واقعی رخ داده در آمریکا و پرده برداری از جدیدترین پتنت و تکنولوژی کمپانی هیوندای از کشور کره جنوبی رو داریم در آمریکا که همه رو آقای آزادی چیز کرده، به تعجب واداشته. البته این تکنولوژی قبلا وجود داشته، ولی کاری که کمپانی هیوندای کرده و پتنتی رو که از اون پرده برداری کردند و ارائه دادن کاملا استثنایی است. که آقای آزادی اگر برید و فیلم یک کودکی رو داریم که در اون بله آماری رو داریم در رابطه با اینکه در آمریکا کودکانی که سالیانه در اتومبیل‌ها جا میمونن و به دلایل گرما و به دلایل مختلف جان خودشون رو از دست میدن، در چند سال پیش در کنگره آمریکا، یا بهتر بگیم در پارسال، پس از اینکه تعداد این کشته شدگان این کودک‌ها افزایش پیدا کرد، مقامات مسئول در آمریکا به کمپانی‌های اینداستری اتومبیل ابلاغیه دادن و اون بود که هر چه زودتر باید مکانیزمی رو ابداع و کش کنید که اگر خانواده کودک خودش رو در اتومبیل جا بذاره به دلایل مختلف، بتونیم از مرگ این کودک جلوگیری کنیم. در سال از سال 1990 تا به حال در کشور آمریکا 800 کودک جان خودشون رو در اتومبیل‌ها از دست دادن که در 55% این موارد خانواده‌ها و پدر مادرها گفتن که تقصیر ما نبوده، ما یادمون رفته و استرس داشتیم می‌رفتیم سر کار و اصلا نمی‌دونستیم این داستانا. فقط امسال تا به حال 38 کودک جان خودشون رو در کشور آمریکا در اتومبیل‌های داغ از دست دادن و کشور آمریکا بنابراین کشوری است که دارای بیشترین آمار کشته شدن مرگ و مرگ کودکان هست در از طریق جاموندن در اتومبیل‌ها. اما در هفته گذشته کمپانی هیوندای در فیلمی که به روی فیسبوک بله نشون دادم داشتیم از مکانیزمی پرده برداری کرد به نام ریر اکوپنت الرت تکنولوژی و این به این صورت است که در اتومبیل‌های مدل سال 2019 این اتومبیل برای اولین بار اولترا ساند تکنولوژی ریسیو سیستم و دیوایس هایی خواهیم داشت که چندین مکانیزم رورلس دتکتور گذاشتن که چندین سیستم مختلف دوربین هستن که در اتومبیل پس از اینکه در اتومبیل رو میبندید و قفل میکنید و از اتومبیل دور میشید، این مکانیزم به حرکت در میاد و تمام فضای داخل اتومبیل رو اسکن میکنه و از کوچکترین لرزش، حرکت و بو آگاهی پیدا میکنه و همون لحظه یک الرت میفرسته از به موبایل تلفن راننده با یک وارنینگ بزرگ و اگر راننده بر نگرده و اتومبیل رو کنترل نکنه، پس از حدود یک دقیقه اون لامپای زرد اتومبیل شروع به خاموش شدن میکنن و پس از 10 ثانیه بوق اتومبیل شروع به صدا شدن میکنه که وارنینگ بده به همه که کودکی در اتومبیل جا مونده. اما ممکنه دقیقاً به هر حال حیوان چیزی کمپانی هیوندای هست که این تکنیک رو عرضه خواهد کرد در اتومبیل های سال آینده در مدلی بله به نام بقیقاً اتومبیل هایی که به آمریکا خواهند آمد. اما یادآوری کنیم که کمپانی جنرال موتور با مدل های آکادیا از جی ام سی از سال 2017 مجهز به این سیستم است، اما بر اساس تکنولوژی دیگه ای. و اتومبیل های مارک بیوک، کادیلاک، شورولت و جی ام سی هم مجهز به سیستمی مشابه هستند و کمپانی نیسان از ژاپن با مدل پت فایندر هم که در سال 2018 به مارکت آمریکا خواهد آمد مجهز به این سیستم خواهند بود. اما سیستم هیوندای بلو لینک تکنولوژی پلتفرمی است که کانکت میکنه وقایعی رو که در اتومبیل رخ میده با موبایل تلفن دارنده اتومبیل و پس از اون هم که با محیط، یعنی اگر کسی نیامد در باز کنه و چک نکنه
که فیلم تبلیغ و اینکه این سیستم به چه صورت عمل میکنه رو به روی فیسبوک کتاب دانش میتونید ببینید. بریم خطا رو باز کنیم که 1001 خبر علمی رو هنوز داریم. ولی پس دوستان تلفن های 2398 و 9843 در خدمت شما هست که اگر سوالی از فرانک عزیز دارید در مورد کامپیوتراتون، ویروس، علم، تلفن، موبایل، ما هرچی که هست که تا اونجا که دستمون بر بیاد در کنار شما خواهیم بود. و تا اینکه شنونده ای رو روی خط داشته باشیم، یادآوری کنیم که کمپانی هیوندای از کشور کره جنوبی، مرکز این کمپانی هدکوارتر در شهر سئول، این کمپانی در 29 دسامبر سال 1967 از دکه‌ای که در اون یه سری پیچ و مهره رو سفت و شل می‌کردن به راه افتاد و امروز تبدیل شده به نه فقط یکی از تاپترین و مدرن‌ترین کمپانی‌های اتومبیل‌ساز جهان، بلکه با داشتن آغازداری 121,000 کارمند در 100 کشور جهان و اینکه دارای رکورد بزرگترین صنایع کشتی سازی جهان به نام هیوندای هیوی اینداستری، متعلق به در مقام اول هیوندای و در مقام دوم سامسونگ هیوی اینداستری، رقیبشون کمپانی سامسونگ از همون کشور در مقام دوم بزرگترین صنایع کشتی سازی جهان. بله اینا از داستان هیوندای. خب بریم سراغ 2398. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید شما. درود بر شما نوید. خواهش میکنم بفرمایید عزیزم. آقای فرانک عزیز، عرض کنم خدمت شما، من یه به تلفن آیفون 6S دارم. این به اصطلاح نویگیترش مشکل پیدا کرده، موقعی که آدرس میاد راه نمیفته دنبالش بره اون پیلی که باید بره. یه مشکلشه. یه مشکل هم موقعی که تو ماشین دارم چارجش میکنم صدا قطع میشه. ممنون میشم اگر سب کنی. پس مووینگ مپش کار نمی کنه. بعد وقتی که دارین شارژش میکنین صداش قطع میشه. آی فرانک، آره. صدای چی قطع میشه؟ صدای مثلا من دارم تو فیسبوک یه چیزی تماشا میکنم، یه موزیکی گوش میکنم، موقعی که شو میزنم تو شارژ صدا قطع میشه. بعد این شارژرتون فقط شارژره دیگه، هیچ کار دیگه ای نمی کنه که شارژر مدل بالاستوری. نه همون مدل بالاییش هم خیلی مشکله، چون ممکنه بله. مثلا ببینم صدایی و پخش نقره نیست بکنه، اف ام سنداره نداره، نمیدونم از اینجا. ببینم شما برابر این در ماشین نشستید، دارید فرزن یه رادیوی تیوی شید رو گوش میکنید، بعد موبایل رو قرار میدید روی این دارم، شما یه موزیک برای من فرستادید به اصطلاح از طریق واتساپ دارم گوش میکنم، این قطع میشه، صدا قطع میشه. به محض اینکه شارژر رو وارد میکنید، شارژر میزنم. بله بله. و تلفن مدل 6S تلفنی است که در اصل شارژرش چیزی که اون شارژرش و قسمت صداش جدان دیگه، چون اون پورتی رو داری که بله بله. گوش معمولی میره توش، درسته 3.5 پورت 3.5 بله. معمولی رو بربرین، نباید مسئله پیش بیاد در زمینه قطع شدن صدا، چون میتونه مشکلی باشه. البته آقای فرانک من یه چیزی واسهتون بگم، مثلا همین من یه دونه از همین بورد داکا دارم، بله. همینه که که آدم تلفن رو میذاره توش، همینه که اینها از اینا. بله بله بله، همین که آدم داکایی که آدم بله، تلفن بله. خب من وقتی میذارم بعض وقتا اتوماتیک، یعنی فقط میخوام شارژ بکنم، اتوماتیک صدارم از کار میندازه. من برای همون سوال کردم، من برای همین سوال کردم بله. که این شارژر شما بله سوال خوبیه. و این ببینید یک مسئله دیگه هم هست که در این زمینه است که معمولا وقتی که شما یک موبایل رو شروع به شارژ شدن میکنید، یکی از مهمترین عوامل اینکه این شارژ بتونه با سرعت و به صورت درست انجام شه این است که تمام اون برنامه‌ها و کارهایی که داره در موبایل انجام میشه متوقف بشه. و حتی رکومندشن است که خیلی وقتا میگیم که اگر آدم میخواد باتری تلفنشو خیلی سریعتر شارژ کنه، موبایل رو حتی میتونه بذاره روی اون قسمت فلایت مود، یا اینکه وای فای خاموش کنه و چیزای دیگر خاموش کنه. یکی از دلایلی که شما تلفنتون احتمال زیاد صدا رو قطع میکنه این است که برنامه‌های دیگر رو قطع میکنه در موقع شارژ. در داخل ستینگ‌های تلفن فکر کنم آقا درسته جایی است که شما میتونید برید و این مسئله رو اونجا در رابطه با کار باتری، اونجا قسمت باتری اگر برید، جایی است که اون رو باید خاموش کنید اگر میخواید، که در این زمینه است که اگر من خواستم کاری کنم با تلفن یا این رو شارژ کنم،
برنامه ها رو مورد تاثیر قرار ندید که این رو در ستینگ های باتری در آیفونتون میتونید داشته باشید. یکی باید این کار کنید، یکی هم این که در زمینه ناویگیشن که شما صحبت کردید، دو علت ممکنه این کار داشته باشه. معمولا این به این علت است که شما زمانی که موبایل روشن کنید، قسمتی داریم در زبان سوئدی میگن پلاتسنسر، جاییست در موبایل که به شما از شما میپرسه که اجازه میدید که موبایل بتونه جای خودش رو پیدا کنه و بدونه که کجاست یا نه. بله. که یکی از معمولا که این رو میارید از اول خاموش است، وقتی این رو روشن کنید اون موقع از این طریق است که موبایل قادر خواهد بود که راه رو به شما نشون بده. یکی دیگه از کارهایی که معمولا یا عواملی که دوچاری مسئله میشه، نداشتن آپدیت های جدید و اینکه تلفن رو به مدت خیلی زیادی خاموش نکردید و یا اینکه دابل کلیک نکردید توی دکمه هوم باتن و اپ ها رو خاموش کنید. شما باید حتما برای که این رو دوباره تست کنید، دوبل کلیک کنید، هرچی برنامه است رو بفرستید بالا. مرتب این کارو میکنم وای فرانک. بله، موبایل رو خاموش روشن کنید. تا کار میکرده. الان یه مدتیه اینطوری تنبل شده، نمیدونم چی مشکلیه. و وضعیت داشتن اینترنت، آیا تلفن خب اینترنت داره؟ خب آقای شما پیدا کردید 300 من الان سر چارجه. ببینید الان توی ساپورت مال خود اپل یه نفر نوشته که no sound when charging. خوب گوش کنین. When I plug my iPad into your iPhone into charger, I do not have any sound. I do not even know. بعد که یعنی حتی اسپیکرم کار نمیکنه، میگه صداش قطع میشه. بعد خود اپل اومده جواب داده که بعضی از این کابل‌هایی که شما میخرین from trade part، دقیقاً یعنی از شرکت‌هایی که مثلا مال خود مال آیپشن نیست اینا، اورجینال این کابلا باعث میشن که شما موقع که پلاگ میکنین، نوشته چنسان also if you have بله نوشته شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که با یه شارژر اورجینال، یعنی با یه کابل اورجینال تست بکنید. اگر همین رسولتاتو داد اون موقع بحث دیگه است، اگر نداد پس میدونین که از کابلتون اینا همین الان. ممنون از این. ممنون. با ناویگیتور چی شد؟ خب ناویگیشن رو هم توصیه ما به شما این است که حتما موبایل رو آپدیت کنید، حتما سعی کنید اپ ها رو ببندید، بعد موبایل رو روشن خاموش کنید و وضعیت اینترنت موبایل رو هم در نظر داشته باشید که شما چه مقدار استفاده از اینترنت در این موبایل دارید. این هم خیلی مهمه. خب اینا الان تو قسمت دیسکشن همین اپل اگه برید نوشته دایرکشن آن آیفون مپ no longer working. بریم ببینیم چه قشنگ جواباش هم عمل براتون. خواهش میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار. بله و ریسیت کردن تلفن رو هم ریکامند میکنیم که اگر هیچ کدوم از این کارا انجام نشدن یک ریسیت کنید تلفن رو. یکی از مسائل بسیار خوب و جالب دنیای اینترنت امروز آقای فرانکی اینه که مردم مشکلاتشون رو تو اینترنت میرن مطرح میکنن، تو این فورومات، تو این سایت های مختلف و سوال جواب با هم دیگه میکنن و الان شرکت های بزرگ مثل همین آیفون و اینا بل اجبار خودشون فوروم های خودشون هم درست کردن. دقیقا که جوابگوی مردم باشن به این سوال. باریک 2398 بفهمید با فرانک عزیز بر روی خط هستید. من یه سوال دارم آقای یازده. شما لطفا به تلفنتون نزدیک شید، صداتون خیلی دوره. بله بله الان بهتر شد؟ بله الان بهتر شد، بفهمید آقای یازده. لطفا بفرمایید از آقای فران بپرسیم درسته که این تکنیکایی رو که ایشون گفتن اول تو کربلا و قم ای بابا ولی آمریکایی ها دزدیدن آمریکایی حتما جایی سپاس گذارم بیروز باشی. خب در بله این اون جواب است که باید بریم به جادای خاکی همون جایی که شما گفتین از اینا استفاده میکنن ولی خودشو درست بلد نیستن بکنن. خب این بحثی است که حالا یک روز آقای آزادی باید با شنونده‌ها صحبت کنیم. آقای فرانک بله در مورد همین مووینگ مپ چیز این در خود اپل نوشته Let's go ahead and reset your location setting on your iPhone to do this perform to following steps. اینجا نوشته بله شما فقط میرین در قسمت موشن اند فیتنس مخصوصا اونجا میرید و تمام اون چیزها رو خاموش میکنید، بعد میرید توی قسمت مال همونی که شما گفتید مال همین اکسس تو لوکیشن چی بود به سوئدیش میشه پلاس چنسر، اونو یه بار
اونجا رو آلو میکنی، یعنی گوچه میکنی که اجازه تیلوت میکنید، بعدش به راه میفته. بفرمایید. بله خب بریم سراغ 2398. بفرمایید لطفا. الو لطف کنید صدای رادیو یا هرچی هست رو کم کنید. خب بعضی از دوستان مثل که هنوز بعد از این همه سال متوجه نمیشن وقتی زنگ میزنید لطف کنید از گوشی تلفن با ما صحبت کنید نه از رادیو. خب میریم به خبر بعدی و اون در رابطه با این است که پس از اینکه گوگل در همین شب گذشته از موبایل های جدید خودش پرده برداری کرد و میشه گفت این تکنولوژی و این پلتفرم رو به سطوحی جدید برد و در چند هفته قبل هم که کمپانی اپل رو داشتیم که همین کار رو کرد و چند هفته قبل از اون هم کمپانی سامسونگ، تقریبا سغول پیکر جهان موبایل پروداکت های خودشون رو در سال 2017 عرضه کردن. اما در جدیدترین آماری که همکنون آنالایز شده و همه این پلتفرما و همه این پروداکت ها رو مورد بررسی قرار دادن، به این نتیجه رسیدن که برای همونطور که ما در جلسات قبل هم برای شما گفتیم، تقریبا برای اولین بار است که کمپانی اپل درسته که تکنیک هایی رو که ارائه داده بسیار عالی هستند، بسیار همه چیز به جلو رفته، همه چیز پیش رفته، ولی اون تبی رو که قبلنها در کاستومرها ایجاد میکرد که برن صفهای طولانی تشکیل بدن و در لیستهای چندین هفتهی خودشون رو ثبت نام کنن که یک پروداکت رو بخرن، به دلیل رقابت بسیار شدید از طریق کمپانیایی مثل سامسونگ و گوگل، این وضعیت به مراتب این دفعه کاهش پیدا کرده. اما هنوز از لحاظ تکنولوژی و کارهایی که اپل خودش انجام میده در زمینه پروداکت هایی که مخصوص به خودش هست، به خصوص در زمینه برمارین مثل آیپد این کمپانی یا اپل واچ این کمپانی، هنوز این کمپانی نزدیک به 2 سال از تکنیکش از دیگر رقبا به جلو هست و برمارین این هم در رابطه با اینکه این وضعیت این کمپانی و اینکه آقا زادی بریم به این فیسبوکمون ببینیم دیگه اونجا بله چه خبره. بله و اصلا این فیسبوک نگو بلا بگو هرچی گذاری شما علمش اونجاست. خب بله بله من منتظرم که سایت لود بشه و بریم پایین تر. و آقا زادی شما اگر اون دوربین اگر اون قرمز بلنگوی بله بلنگوی این دیگه چی آقای فرانگ اینا رو از کجا شما گیر میاریم؟ بلنگوی جدید ما در اول این بحث توضیحات دادیم در رابطه با بلنگوهای جدید کمپانی گوگل، بلنگوهای اسمارت این کمپانی که در 2 مدل هوم مینی و هوم مکس به بازار عرضه شد. در این فیلم هم اکنون دیدید که نمونه های کمپانی بلنگوهای کمپانی آمازون رو دیدید و کمپانی و بلنگوهای کمپانی گوگل هوم. اما 2 مدل جدید به این خانواده در شب گذشته اضافه شده که این یادآوری می‌کنیم که اپل هم یک بلنگوی اسمارت به مارکت داده که تا فکر کنیم اواسط ماه دسامبر اپل اسم سیستم اپل رو شما دارید درسته؟ کدومه کی؟ سیری؟ نه این بلنگوهای اسمارت اپل اپل والا نداریم این چی شد از دستم در رفته؟ اپل بریم ببینیم که اسم این مال اپل چی بود بدم به اصلا این بلنگوها داده بیرون؟ بله بله اپل هم که بلنگو رو که پارسال چیز کردن همین اوایل امسال که قراره چه قرار بیاد بیرون ما نداریم از مارکت من سریع برم و این بلنگوهای اسمارت اپل رو هم براتون داریم. بله اپل هوم پاد، اپل هوم پاد که اگر شما به روی گوگل سرچ کنید اپل هوم پاد رو هم خواهید دید که بلنگوهای اسمارت اپل رو که در اوایل سال 2000 یا بهتر بگیم 3 ماهه اول سال 2017 بود که پرده برداری کرد اپل هم برابرین گوگل رو داریم که این بلنگوها رو داده، اپل رو داریم که هوم پاد رو به زودی به عرضه میکنه، سونوز رو داریم که میدونید بسیار معروف است و بلنگوهایی که در تصاویر همکنون در کتاب دانش میبینید بلنگوهای هوم مکس کمپانی گوگل هست که پرده برداری شد از اونا که
عرصه تکنیک خانواده رو و خرید و فروش رو و خلاصه همه رو آقازادی میبره به جهانی کاملا جدید که حالا آقازادی شما اگر اون میتونید روی نت هوم اپل هوم پاد رو هم بیارید که بله. چگونه میتونید از اون هم سوال کنید بپرسید پاد بله. سوالای سیری خودتون رو جوابهای امتحانات نهایی و این گرده بله بله اینها رو هم که از اپل داریم. خلاصه ببینم الان اون سیستم سوالای سری پشت هم دیگه کردن مال اپل هم کار میکنه فقط نه الان مال گوگل که قراره که فالو کوئسشن ها رو بتونن در این سیستم آنالایز کنن و این رو به مراتب بهتر کنن. نکردن؟ نه هنوز این انجام نشده. ولی آقا زاده شما آیا شما آپدیت کردید به آخرین ورژن iOS؟ بله بله. میتونید این رو تست کنید الان با تلفنتون که ببینید یه سوالی کنید بعد یک سوال پشت سر هم انجام خب بدید. خب چی مثلا فرضاً بگید بپرسید مثلا چی بگیم مثلا یه چیزی چی بود بعد چی شد یه خب سکون بگیم که چه سوالی بپرسیم که یه سوالی هم پشتش بپرسید که نداریم سوالی بپرسیم سوال قبلی که سیستم اونقدر اسمارت باشه که این رو بتونه آنالایز کنه خودش و بزنین شنونده رو بگیریم بعد من پیدا میکنم. جانم بفرمایید بر روی خط هستید شما؟ الان سلام هستون بخیر. خواهش میکنم سپاسگزارم بفرمایید. سلام باشم فرانکس خوبی شما؟ با درود به شما. یه سوال داشتم من فکر کنم چی شو؟ الو؟ الو؟ بله فکر کنین چی؟ دیگه ویروس به تلفنم زده. چه تلفنی دارین؟ سامسونگ بله. چه سامسونگی؟ اوتا سامسونگ اوتا. آقای فرانک ویروس میگن فکر بله بله. شما تلفن جدید سامسونگ رو گرفتید درسته؟ بله. بعد توضیح بدید که چه واقعی در تلفن رخ میده که ما ببینیم که آیا این ویروس هست یا مسئله دیگه هست. خب من تو اینترنت یه سیدهی هست اسمش هست convert to mp3. بله بله. من قبلا از این سیده استفاده کرده بودم که مثلا آهنگ چیزی مال یوتیوب رو به واسطه آنلاین convert میکنین. دقیقا. خب امروز خواستم دوباره آهنگی رو دانلود کنم امپتره تبدیل کنم به امپتره دوباره از طریق اینترنت رفتم یهو مدلنده اومد میگه بطریت اسکادات خب اول رپره ردن ام سهر یا ام پرنومنی اخون الار شب دن هست. دوست عزیز من دیروز همزمان که داشتیم برنامه پخش می‌کردیم من از همون سایت داشتم کانورت می‌کردم یک دفعه یه دونه مدلانده برای من اومد که کامپیوترت تو این صفحه که رفتی ویروس گرفته اینجا رو بزن ما برای درست کنیم. تنها کاری که من کردم اون صفحه رو بستم همین. خب حالا چه مشکلی براتون پیش اومده؟ منم بستم. خب دوباره که روشن کردم هنوز مونده بود تو اینترنت وقت کلاس چه اینترنت. ببینید شما اگر دگمه وسط اون بذارید من فقط یه چیز نگاه کنم. شما ببینید شما در تلفن سامسونگ گالاکسی 8 در پایین تلفن سه تا آیکون دارید. فشار میدین همه چی بسته میشه. نه ببینید شما باید این کار کنید. شما برای اینکه ببینیم که این موبایل آیا ویروسی گرفته یا نه شما اول باید در پایین تلفن در سمت چپ آیکونی است که شبیه دو تا خط رو هم دیگه روی اون فشار بدید بعد تمام اپلیکیشن هایی که در موبایل سامسونگ باز هستند لیستی میاد و در پایینش همه رو میزنید استنگ الا یا کلوز آل. وقتی که این کار میکنید آیا اون بسته نمیشه؟ من این کار رو نکردم. این کارو نکردم چون مستقیم که این مدلنده اومد مستقیم من تلفن رو خاموش کردم. بله سیم کارتو در آوردم با میموری کارتش. خب رفتم سامسونگ اونا گفتم فقط اوتسترتیل فابریک بکنید همه چی از بین میره. درسته. خب ولی حالا سوال اینجاست آیا
در عرض این یه دقیقه دو دقیقه آیا احتمال داره که ویروس به مموری کارتم رسیده باشه؟ ببینید معمولا ببینید در زمینه موبایل تلفن ها و پلتفرم و اینکه این کامیونیکیشن بین مموری کارتی که در موبایل گذاشتید به چه صورت عمل میکنه به مراتب فرق داره با مدلی که در یک کامپیوتر داره. معمولا در کامپیوتر خیلی این مسئله به راحتی رخ میده، در تلفن ها هم به راحتی رخ میده، ولی شما کاری که باید کنید این هست که اول قبل از که آیا شما از برنامه هاتون، از کانتکت هاتون، از اینا بکاپ و اینا همه چیز دارین؟ آره دارم. بله. برابر این شما کاری که الان شما در اون موبایل چه مسیجی رو میبینید؟ چی موجه میشه؟ من موبایل با این موبایل رو بستم. اصلا روشن نیست. دوست عزیز من بهتون بگم این مدل هر دفعه که شما تون صفحه بری این مدل اون دایه دو دو میاد. آره. و دلیل نداره که شما ویروس گرفته باشید. شما تلفن رو روشن کنید. خب. بعد تلفن رو روشن کنم. چیزه چون حالا سیم کارتی توش نیست، اینترنت نداره. نه شما میتونید تلفن رو به یه وای فای معمولی بس کنید و همه کارهای اینترنتیتون رو با انجام بدید بدون داشتن سیم کارت. امروز سیم کارت هیچ گونه چیز لازمی برای استفاده کردن مثلا از وایبر و فیسبوک و مسنجر و اینا نیست. بنابراین هیچ مسئله نیست که این رو بدون سیم کارت روشن کنید. فقط به شما یه وارنینگ میده اون بالای گوشه بالای موبایل که کامیکیشنی با کسی نمیتونه به شما زنگ بزنه و شما نمیتونید از طریق معمول به کسی زنگ بزنید. بنابراین شما این رو روشن کنید، بعد اون دکمه گوشه پایین رو روی دیسپلی فشار میدید. تمام اپ ها که باز هستن لیست میشن، میزنید کلوز آل و این هم یکی از اونهاست که بسته میشه، چون اندروید مدل جدیدی که روی این تلفن سامسونگ 8 شما هست این رو به مراتب بهتر از مدل های قبلی کردن و به این راحتی ویروس نمیگیره و بنابراین بعید میدونیم که اینقدر سریع تونستید یک همچین ویروسی رو چالش بشه. اصلا اون سایته اتوماتیک این صفحه میاد، یعنی از این پاپاس پاپاس که فالز میفرسته دقیقاً که آقا شما بریم اون پروداکت رو بخرید. دقیقاً و شما به دلیل اینکه ما در جلسات قبل گفتیم که شما وقتی با یک موبایل تلفن کار میکنید نمیتونید همون کاریو کنید و همون سایتایو به همون طریقی برید که با یک کامپیوتر انجام میدید، به دلیل اینکه یک موبایل تلفن برای اینکه درست عمل کنه و کار درست ارائه بده همه کارها رو باید با یک اپ انجام بدید. برای شما برای کانورت کردن صداهای مختلف فرمات‌های مختلف نباید به وبسایتی برید، باید از طریق یک اپی که این کار رو میکنه اون کار رو انجام بدید. درست. اگر نکنید اون موقع همون مسائلی که برای یک کامپیوتر پیش میاد مثل اینکه آقای آزادی گفتن همون برای موبایلتون پیش میاد و موبایل رو دچار خلل میکنه. درسته. یعنی حالا من قبل از اینکه اوتستلش کنم کاری که شما انجام بدم ببینم از بین رفته یا نه. اگر از بین رفته باشه که هیچی نگرفت. دقیقاً چیز اگرم چیز از بین رفته باشه این ویروس گرفت. نه. خب حالا من یه سوال دارم آقای فرانک، ویروس پروگرامی برای این تلفن هستش که ایشون بتونن مثلا اینستاگرام بره خودش سرچی بکنه؟ بله سوال بسیار خوبی کردید و چندی نوع آنتی ویروس پروگرام رو در مارکت داریم که برای موبایل رکومند میشه. در رأس اونها ما اینجا چندین بار معرفی کردیم پروداکت وب روت رو داریم که اپی دارن دانلود میکنید میخرید و ویروس رو کنترل میکنه. بعد بیت دفندر رو داریم که همین کار رو میکنه و معمولا این دوتا رو رکومند میکنیم که با این دوتا کار کنید، چون مدل های مجانی آسونی هم دارن ولی خب مدل هایی که پولی هستن به مراتب بهتر کار میکنن. ولی این تلفن که من تلفنی که من دارم خودش یه چیزی رو داره جون. بله بعد سامسونگ با یه سری پروداکت کار میکنه که به عنوان آنتی ویروس عمل میکنن و امنیت موبایل رو میبرن بالا. اپ های مختلفی هستن که با اون کار میکنن. بعد حالا که شما این موبایل دارید آیا شما برای شما اتفاق افتاده که دکمه وقتی که موبایل در دست میگیرید در زیر دو دکمه صدا بالا پایین کردن سمت چپ دور تلفن یه ذره پایین‌تر دکمه بیکسپی است؟ آیا شما شما دارید این رو موبایلتون؟ آره. آیا اتفاق افتاده که مرتب اشتباهی دستتون بخوره و این روشن شه و اعصابتون رو خرد کنه؟ آره خیلی هم
بنابراین با تایید شما ما میتونید شما قطع کنید و ما میریم و من توضیحات در رابطه با وضعیت اسفناک که برای سامسونگ این دگمه ایجاد کرده دارم که میخوام براتون توضیحاتی بدم. باشه. من فقط آخر سوالم، میموری کارت آدم چطوری میتونه که بدونه که این ویروس گرفته یا نگرفته؟ یکی از راحت، اگر مموری کارت شما مطلب مهم و متریال مهمی روش نیست، عکس میخوان بدونن ویروس داره یا نه، ویروس پروگرامی هست که یو اس برام تست کنه؟ نه، تنها کاری که شما اگر میخواهید مطمئن باشید، اون موقع باید مموری کارت رو در بیارید، این رو وارد یک کارت ریدر کنید که شبیه یو اس بی است، به کامپیوتری وصل کنید که دارید اون کامپیوتر رو تست میکنید و با یک کامپیوتری این تست رو اول انجام بدید که دارای یک آنتی ویروس بسیار مجهز است، که آنتی ویروس هایی که پولی هستن اولین کاری که میکنن این است که اگر کسی بیاد به این کامپیوترها یک یو اس بی مموری وصل کنه، قبل از که یو اس بی مموری رو به کامپیوتر کانکت کنن یا به آپریشن سیستم کانکشن ایجاد کنن، اسکن میکنن اون رو به صورت خیلی دقیق. بنابراین یکی از راه های مهم و ساده این است که از طریق یک کامپیوتر این اطمینان رو کسب کنید. یعنی من این مموری کارت رو به یک کامپیوتر که آنتی ویروس خوبی داشته باشه وصل کنم، اگه ویروس گرفته باشه این مموری کارت رو نمیخونه؟ نه، اگه ویروس داشته باشه اون برنامه ویروس به شما میگه که این یو اس بی مموری شما دارای ویروس هست و باید تمیز شه. ها، تمیز بشه. بله باش، خیلی ممنون، دست در نکنه. بله. متشکرم. می‌کنم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. با صحبت بله. صاحب کنیم. ما یه شنونده دیگه پشت خط داریم. بله. 9843 بفهمید. خواهش من برای خط هستید. درود بر شما آقای آزادی. قربان، درود. دل اون برای شما تنگ شده بود. من گفتم نیومدین شما امروز روی. جناب فرانک عزیز، درود بر شما. من فکر کنم انقدر راجع به ویندوز 10 و ویندوز 7 پرسیدم دیگه خودم اکسپرت شدم دیگه. سوالی راجع به ویندوز 10 و ویندوز 7 ندارم. جناب فرانک، الو، صدای من؟ بله بله. قطع شد صدای من؟ نه خیر. جناب فرانک، من تا این لحظه همش از استد استفاده کردم برای آنتی ویروس و هیچ وقت هم استد مجانی نیوردم و شاید خیلی پروگرامر بشه راحت مجانی ورد، ولی من همیشه سعی کردم که آنتی ویروس رو بخرم که تمام ورشون داشته باشه. به خاطر این استد رو من چندین سال استفاده میکنم، الان داره لیسنس این استد من تموم میشه دیگه، باید دوباره من بخرم. آیا شما بهتر از اسد هم چیزی رو به عنوان قویتر و بهتر از اسد پیشنهاد میکنید، یا همین من اسد رو مجددن برم یه لیسنس برای سال بعدش رو بخرم؟ شما اگر ببینید با برنامه‌ای که مدت ها با اون کار کردید و راضی بودید و فکر میکنید که این برنامه است که کار شما رو به صورت خیلی خوب انجام میده و مشکل هم تا به حال نداشته و پول هم دارید، میتونید با این کار کنید. ولی معمولا سالی یک بار همه این کسایی که دنبال این ویروس هستن و دنبال خرابکاری و دنبال ایجاد جنگ و گریه و آتش و اینا در دنیای کامپیوتری هستن، دور هم جمع میشن و این آنتی ویروس ها رو تست میکنن و سالیانه یک لیستی میدن که معمولا برنامه‌ای که شما اینجا اسپوردید، شما از اسنت اسپوردید درسته؟ اسد آنتی ویروس و اف سکیور و برنامه‌ای مثل نورتون آنتی ویروس، اینها معمولا در نقاط پایین‌تر این جدول در لیست‌های 89 و 10 و اونجا قرار می‌گیرن، در حالی که از لحاظ مارکتینگ و از لحاظ اینکه فروش کنن و از لحاظ اینکه خودشون رو در مارکت عرضه کنن بسیار مارکتینگ قوی دارن، به خصوص کمپانی که آنتی ویروس سیمانتک، کمپانی که آنتی ویروس نورتون رو تحت سلطه خودش داره، ولی خب از لحاظ افکت بودن و از لحاظ اینکه پرفکت کار کنن در اون رده بالا نیستن. که ما اینجا معمولا همیشه جنگ و رقابتی است بین مقام اول که این وب روت هست و این بیت دفندر، اینا هستن که معمولا یا یه بار این اوله یا یه بار اون دومه، و به دلیل این هم است که این دو برنامه به خصوص وب روت برنامه‌ای هستن که کلاود بیسد هستن، یعنی که تمام سرچ به آنتی ویروس و آگاهی داشتن از چه نوع ویروسایی کامپیوترها رو به چه صورت مورد آسیب قرار میدن به مراتب نزدیکتر در دست تا اینکه
به روی لپتاپ یه نفر باشه یا به روی کامپیوتر یه نفر باشه لوکالی. برای همین است که بهتر این عملکرد انجام میدن. و مایکروسافت رو هم داریم که با ارائه جدیدترین آپدیت اون که مایکروسافت که مجانی میده، منظور شما بله آنتی ویروس مایکروسافت هم آنتی ویروسیه که بهتر و بهتر شده. بله و با آخرین ورژن ویندوز که هست ویندوز 10 کریئتر آپدیت، این آنتی ویروس باز هم بهتر شده. این رو به صورت یک سپری، آیکون یک سپر کوچکی در پایین گوشه سمت راست دیسپلی رو مشاهده کنید که همیشه باید یک علامت سبز روش باشه. اگر اون علامت سبز رو ندیدید، بنابراین آنتی ویروستون دچار مسئله است. آخه من جناب فرانگ، آنتی ویروسی که الان خود مایکروسافت میده و مجانی است، اونو برداشتم به جاش استو گوشتم، چون اونطور که من شنیدم، دقیقاً نمیدونم، شما اکسپرت هستید میدونی که آدم نمیشه که دو تا آنتی ویروس توی کامپیوتر داشته باشه. دقیقاً داشته باشه، اینا بخوام با هم دیگه به قول وارد بجنگن. این میخواد بیاد رو اون، اون میخواد بیاد رو این، رو همین است. مال خود مایکروسافت من قطع کردم و به جاش آنتی ویروس استو من گذاشتم. نه ببینید، شما کاری که کردید، شما نباید برید برنامه آنتی ویروس رو خودتون مخصوصا قطع کنید. مدل آنتی ویروسی که در برنامه ویندوز 10 کریتر آپدیت به مارکت داده شده، رفتار و عملکردش کاملا فرق میکنه با اینکه خودش رو نشون بده در سیستم به عنوان یک آنتی ویروس دیگری، بلکه در زمینه چندین عملیات امنیتی دیگه کار میکنه اون آنتی ویروس که نباید کسی اون رو بره خودش مخصوصا پاک کنه و یا ایناکتیو کنه. بلکه اگرم برنامه دیگه یا شما میخرید که پولیه، خود اون برنامه پولی که در این زمینه اسنت که اسنت هست که شما دارید، اگر لازم بدونه که این کار باید انجام شه، خود اون برنامه میره و اون رو ایناکتیو میکنه، نه اینکه شما برید و این رو دستکاری کنید. شما در اگر به ویندوز 10 آپگرید کردید خودتون رو و به خصوص ورژن کریئتر آپدیت رو اینستال کردید، حتما باید این رو دوباره برگردونید به حالت عادی و ندید خودتون دستکاری کنید در سیستم. البته من زیاد وقت شما رو نگیرم، چون برای کسان دیگه هستم میخوام به سوال کنن. من دو تا کامپیوتر منزه دارم، یه استشون نر دارم، یه دونه لپتاپ دارم. استشونار من قبلا با شما صحبت کردم، همین هفت تا دارم گذاشتم، هفتمونه، ولی این لپتاپ من 10 هستش. بعد این آنتی ویروسی که من خریدم، چون لیسنسش خریدم، من توی هر دو تا کامپیوتر وارد کردم. یعنی اینی که شما الان داره میگی در ویندوز 10 اگر ببینه که این که خریدم قوی تر ازش همه کار انجام میده، همین کارو در هفتم انجام میده در اون دوقل مرو استشونار منم، یا که فقط ویندوز 10 هستش که این تغییرات توش ایجاد میشه؟ نه، به طور کلی مایکروسافت برای ویندوز آپریتینگ سیستم ویندوز 7، وقتی که این ویندوز به مارکت اومد، هیچ گونه آنتی ویروسی که عملکرد قوی داشته باشه که بیلد این باشه در سیستم نبود، بلکه باید میرفتیم یا یکی میخریدیم یا اسنشال سکیوریتی اسنشال رو که مال خود مایکروسافت بود دانلود میکردیم و روی هفت میذاشتیم. اما با اومدن به ویندوز 10، مایکروسافت ویندوز سکیوریتی اسنشال رو اینتگریت کرده و به مراتب قوی تر و بهتر کرده و اون رو گذاشته در پلتفرم پایه ویندوز 10 و در ویندوز کریئتر آپدیت این رو به مراتب بهتر کرده. بله. که همزمان و دست در دست با آنتی ویروس دیگه که در سیستم هست عمل کنن. بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم از شما جناب فرانگ و جناب آقای آزادی. ممنون از شما، خواهش میکنم. موفق و پیروز باشین. درود به شما. خدا نگهدار. بله، ما آقای شنادی رو خدمت میاریم که بله شما به یک مطلبی که تبدیل شده به یک ماردروم، چی میفرسته؟ موزل موزلی برای کمپانی سامسونگ که خیلی ها این رو به عنوان بدتر از اون فاجعه باتری های سامسونگ میدونن و اون دگمه و یا پلتفرمی جدید در موبایل های جدید کمپانی سامسونگ مدل 8 و 8 پلاس به نام بیکسبی. بیکسبی در کمپانی، در این پروداکت ها نقش همون سیری رو داره که بتونید اکتیف کنید و با تلفن صحبت کنید و خدماتی رو که لازم دارید از طریق حرف زدن از تلفن بخواید، که مثلا به این کس زنگ بزن یا این تلفن رو جواب بده یا ساعت بذار روی 10 دقیقه زنگ بزن یا فردا صبح منو بیدار کن یا اینکه به این سایت برو، هر کاری که میخواید با حرف کنید اینها رو، این دکمه رو باید بزنید. بعد این دکمه مکانیکیه. بله، یا این دکمه مکانیکیه و در سمت چپ تلفن‌های 8 و 8 پلاس قرار گرفته، به خصوص و در زیر
دگمه‌ای که صدا رو کم و زیاد میکنن. اما متاسفانه مسئله‌ای که رخ داد این است که افراد که میان تلفن رو از روی میز وردارن یا اینو بگیرن دستشون و غیره و غیره، مرتب این بیکسپی را میفته و چندین کار باید انجام بدید تا این بیکسپی دوباره قطع شه. وسط اینکه مثلا یه نفر زنگ میزنه گوشو میخواد جواب بدید، بیکسپی را میفته و تبدیل شده به یک موزل و اشکال بسیار بزرگ که خیلی ها این رو در لول و در سطح اسفناک نمیشه اصلا این بیکسپی رو آدم همین چیزش کنه. برای اینکه کمپانی سامسونگ بتونه با کمپانی اپل رقابت کنه و سیستم خودش رو از طریق از به نظر خیلی ها به صورت بزور به مردم و به کاستومر ها ارائه بده، این برنامه بیکسپی رو سرهم کرده و ردیف کرده و این تبدیل شده به یک وضعیت اسفناک. چندین هزار صفحه توهین هست در گوش و کنار جهان به روی سایت مختلف کمپانی سامسونگ و اینکه چرا کاری نمی کنید که این دگمه رو ببندید، این چه دگمه مزخرفی نکار میکنه. و به غیر از اینکه کار نمیکنه، به دلیل اینکه خود سامسونگ اومده گفته که ما هنوز فانکشنای کاملش رو ارائه نداریم و این دگمه درست کار نمیکنه و این برای همین است که این دگمه اصلا فانکشن درستی هم نداره. اما بالاخره کمپانی سامسونگ در هفته گذشته به این توهینات و این اشکالات و این کنایه ها و اشاره ها چیز کرد، توجه کرد و یک آپدیتی رو ریلیز کرد. که با رفتن به روی بیکسپی میتونید بیکسپی رو برای اینکه اشتباهی بهش فشار بدید این اکتیف کنید، یعنی که اگر یه دفعه دستتون خورد دیگه کار نمیفته، روشن نمیشه. این فقط مخصوص تلفن‌های سامسونگ 8 پلاس و به خصوص مدل 8 هست، ولی بیشتر 8 پلاس هست که آپدیت رو میتونید بیارید و این از شر این مزاحمت ایجاد شید. من الان تو قند داشتم مکسر رو نگاه می‌کردم، این ویدیو می‌دیدم ملت راست میگن یه جورایی خیلی هم همه در رفته در یکی نوشته بیکسپی در روان کاستمر و خلاصه این هم از این داستان. و بریم به جدید، حالا که شنونده ها هنوز نیومدن روی خط، نه دیگه شما برین دیگه، حالا بریم به خبر بعدی و اون این است که گوگل در بازم میریم گوگل و اینکه یک اقدام بی‌نظیر دیگه و اون این است که برای اولین بار پلتفرم و مکانیزم ترنسلیت وارد میشه به گوشی های هدست تلفن ها و هدست های آینده این کمپانی. این به این معناست که شما در گوشتون یک هدستی رو میذارید، بعد آقای آزادی وقتی اگر شروع کنه به ژاپنی حرف زدن یا به ایتالیایی حرف زدن، شما به هر حال اون حرف ها رو لایو به صورت فارسی میتونید گوش کنید و بنابراین ورودی به فارسی در سیستم ترجمه و ترنسلیت رو اینتگریت کردن در گوشی‌هایی که رو گوشتون میذارید، یعنی که اگر واقعا کار میکنه. بله تست ها رو شروع به انجام شدن دارن. این پروداکت رو میتونید نمونه ها و یه سری توضیحات کوتاه در رابطه با این رو که در همون فیلمی که روی فیسبوک کتاب دانش داریم نگاه کنید که اینکه چگونه این کمپانی قراره که در آینده بنابراین وضعیت این مسئله رو حل کنه که بتونند لایو ترنسلیشن انجام بشه. و از قبل هم شما میدونید که شمایی که به رستورانی در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و هر جای دیگه به خصوص ژاپن میرید و منی رستوران رو میذارن جلوتون، خب مسلماً متوجه میشید که این همه غذاهای خوشمزه اینها چی هستن. اما با فقط کافیست که تلفن والا غذای فرانسه ایشونش خوشمزه تلفن رو اپ گوگل ترنسلیت رو را میدازید، تلفن رو به سمت اون منی قرار نگاه اشاره میدید و مستقیم اون منی رو ترجمه شده در تلفنتون میتونید مشاهده کنید. اینم از اپ کمپانی گوگل و گوگل ترنسلیت که میتونید استفاده کنید که تا به حال احتیاج به کانکشن بودن به اینترنت داشته، اما از این لحظه به بعد که از آپدیت جدید اومده، ولی این مسئله همون در اول امسال اینجوری شد که بدون احتیاج به کانکت بودن به اینترنت این کار انجام میشه، ولی باید برید اون زبان رو اول بیارید توی تلفنتون و حتی اگر به اینترنت وصل نباشید میتونید این ترجمه رو لایف در تلفنتون ببینید. و حتی در چند روز پیش یک دوستی که فکر کنم الان صدا من رو گوش میکنه من زنگ زد و گفت که براش یک فرمی اومده در PDF از
دانمارک به زبان دانمارکی یه قرارداد راجع به یه چیزی که من نمی‌دونم چی بود و گفتن که اینو بخون و برای ما بفرست. بعد که این دوست من به من زنگ زد گفت که فرانک این قرارداد به زبان عجیب غریب دانمارکیه و چه کار کنم که این رو ترجمه کنم، چون پی دی اف نمیتونم تکست هم کپی کنم. من بهش گفتم آن گوگل ترنسلیت را ببینم، این گوگل ترنسلیتی که من الان تو آیفون هم دارم با همین کار رو انجام میده، همین کار انجام میده. تست کنید لطفاً این رو، به سمت یک تکست عجیب و غریبی اشاره بدید. و خلاصه این دوست ما تونست که دوربین رو به سمت، البته در این زمینه ایشون گفت که من از بیرون یه عکس گرفتم از تصویر کامپیوتر، بعد خیلی راحت تکست ترجمه شد. ولی من به این دوستم گفتم که حتما این رو تست کن که دوربین رو روشن کن، اشاره کن به طرف اون تکست و این باید لایو ترجمه بشه در موبایل، ترجمه شده شو در موبایل میتونید ببینید. خب بدون معلوم بزن زبان‌های چینی، ژاپنی، فرانسوی، آلمانی هستن که در حال حاضر این کار رو میتونن انجام بدن. خب الان این کجاش دوربین نه؟ آها چرا دوربین هم داره؟ بله دوربین میزنی بیار. بله چی نمیشته؟ هم تو ان فیل فور اوشتنگ آفلاین. آقا شما تکستی دارید میتونید روی کامپیوترتون یه تکست دیگه یا در یه کشور دیگه باز کنید؟ یه مقاله مثلا برید توی سایت تو اسپانیا، یه گرفتم رو تقویمه خیلی باله سبکای من الان. شما به یک سایتی در اسپانیا برید یا که یه چیزی باشه روزنامه اینها. نه الان سوئدی جلومه. آها سوئدی. خب بله بعد داره به انگلیسی برام ترجمهش میکنه، نشون داره میده به شما ترجمه رو. قشنگ قشنگ اینو ببینید، نوشته تا اینتبور تبلینگم فرون بارن ایدروت. من اینو الان میگیرم جلوش، نوشته تیک نات اوی ریسز فرام from بله یا ویا با منیوهای رستوران و یا زبان های جالب درجو به این میگن. به یادت هم چند وقتی نگفتی آقای فرانک؟ خیلی خوب، بسیار بله. و یادآوری هم کنیم که شاید این کار به نظر خیلی ساده و پیش پا افتاده باشه، اما حدود 20 میلیارد دلار پول گذاشته گوگل روی کامپیوترها، اینوست کردن، کار کردن، معادلات ریاضی، الگوریتم های ریاضی، اگمنتد ریالیتی، این نوعی دیگری است از اگمنتد ریالیتی، ورود جهانی دیگر در تلفن شما. باور نکردنی. و خلاصه این یک درصد کوچکی از جواب این شننده بود که گفت، ایشون زنگ زده بودن همین شننده که روی خط راجبه آنتی ویروس و اینا پرسیدن، گفتن که بعض وقتا راجبه گوگل برای ما بگو. این یک نمونه کار گوگل بود که بیشتر از 20 میلیارد دلار فقط در پروژه ترنسلیشن اینوست کرده. خب حالا الان زدم انگلیسی به چی؟ زدم انگلیسی به سوئدی. این تصویری که شما الان دارید اینها قشنگ از من رفتم تو سایت کنزینگتون هلت کلینیک، در اونجا این سفر رو بردم تکساس. بیا قشنگ اونجا نوشته فرست کلاس کیر، اینجا قشنگ نوشته فرست کلاس ورد. آها خیلی جالب بود، باورتون نمیشه. و نه واقعا باورم نمیشه. و در زمینه تلفن های جدید این پروسس و این عمل کرد بدون احتیاجی به کانکشن بودن به اینترنت انجام میشه از طریق ماکرو پروسسور و مموری ادوانسی که در موبایلتون هست. اما در موبایل های که مقدار قدیم هستن لایو کانکشن به کلاود های گوگل و این عمل کرد در پلتفرم های گوگل در اون سر جهان در زیر کوه ها انجام میشه و ظرف کمتر از چند ثانیه به تلفن شما میاد که باور نکردنی است که چه کارایی میکنن. بله بالاخره این گوگل یه چیز درست کار میکنه. خب بله. و در زمینه فارسی و در زمینه فارسی هم ترجمه میکنه فارسی. شما لطف کنید به اولا ما یادآوری کنیم که افرادی که با پلتفرم جیمیل کار میکنن، ما این رو چندین بار قبلا اعلام کردیم که این برنامه به صورت کاملا فارسی وجود داره، فقط کافی است که به قسمت سیتینگ برید. اگر شمایی که در ایران هستید، اگر کامپیوتری دارید که حروف فارسی داره و گوگل رو دارید، میتونید برنامه جیمیل رو و یا به طور کلی گوگل رو و همه رو به خصوص جیمیل رو با رفتن در بالای به چرخنده قسمت لنگویج فارسی رو کنید و تمام گوگل و به خصوص جیمیل و فانکشنای اون به فارسی تبدیل میشن و اصلا همه چیز فارسی میشه. و خواستا کنم الان من ببینم این تو فارسی داره یا پرشیسکا، چون معمولا یا ف می نویسن یا پ. پرشیسکا بیا
خب الان من زدم پرشیسکو به سوئنسکا. دوربین آها نه دوربینش کار نمیکنه. بله دوربینش کار نمیکنه. در این زمینه دوربین کار نمیکنه، ولی ترجمه این که تکستی رو کپی کنید و آها تکست باید بنویسید. حرف نمیشه زد سکنین. سکنین سکنین. من حالم خوبه. بیا. بله بله آقا زدید. شرمندگار رو نشون بدید که سکنین سکنین خیلی جالب. بله بله بله. بگین آقا بگین سلام من حالم خوبه، اسم تو چیه؟ سلام من حالم خوبه، اسم تو چیه؟ هی یا مو برا واهیت دو. آقا خیلی جالب. حالا بزنیم برعکسش ببینیم. سب کنیم بزنیم برعکسش رو ببینیم. حالا سب کنیم، میزنیم میکروفون رو میزنیم. هی آها که به فارسی بخونه؟ آره به فارسی میتونه بخونه. نه ولی نوشت سلام ولی نتونست بخونه. بله خب ولی آقای فرانک سخن کردین از این گوگل ها. سخن این چیزی کار میکنه دوربینش، ولی کار میکنه دوربین سوئدی به فارسیش. خب لطف کنید به یک تکست سوئدی در روزنامه اشاره بدید و این سوئنسکا پاپرشیسکا خوستیه را این هم از این این هم از نه با اینکه دوربینش کار میکنه، ولی فکر میکنم باید عکس بگیرید لایف نشون نمیده درست. اگر عکس بگیرید ولی خب همون که ترجمه کرد به چیز کافیه. بله به فارسی واقعا احساس الان شما مثلا یه توریست اومده اینجا میره دم یه مغازه اینو میگیره میگه آقا ببخشید مثلا این باقالی کیلو چنده؟ بله بله ولی میگه سکو من بگم ببینم سکو اینو میذارم باقالی ولی توت فرنگی رو بگید توت فرنگی کیلو چند؟ توت فرنگی اینجا کیلویی چنده؟ نمیشه رنگ اینجا کیلویی چند؟ نه توت فرنگ نه توتشو نرسی سکنیم سکنیم بگید فقط توت فرنگی ببینیم میتونه بگه؟ میکروفون رو سکنیم توت فرنگی یورد گوبر بیا. آقای آزادی شما یواشکی دارین کمکش میکنین یا واقعا این نه به خدا من که من از کجا مگه مال بابا من کمکش میکنم؟ خیلی خب آقای فرانک بله ما دیگه ذره ذره بخش نیازمندی رو از دست دادیم از دست شما. به چه نیازمندی از این آقا مردم کار و زندگی دارن. خب شما همینجوری کردم چیکار کنیم دیگه؟ دیگه چیزی داریم بگین که ما خوشمون نه دیگه من فکر کنم که بریم این شنونده های شما و این نیازمندی ها رو ببریم و نه اگر بخوایم خبر بگیم که میدونید که تمومی نداره، ولی بریم پس نیازمندی ها رو دنبال کنیم تا هفته بعد که 1001 برنامه دیگر رو براتون خواهیم داشت و اخبار رو من از شما تشکر میکنم به خاطر برنامه امروز و آرزوی موفقیت دارم. و چقدر آز جالب که تونستیم تست کنیم و سعی کنیم این کار رو بعد بیشتر کنیم که فکر کنم برای شنوندگان و بینندگان جالب باشه که گوش و کنار جهان که ما این تست ها رو لایف براشون انجام بدیم دیگه. چه فقط من یه خواهشی هم دارم دوستان، یه توجهی هم بکنید که هرچی تلفن قدیمی تر باشه قاعدتا پروسسور قدیمی تری داره، قاعدتا این اعمال ممکنه که یک مقداری آهسته تر هم انجام بشه. آره همینه، هی میگم آقا زادی برن این جدیده رو بخرن، شما میگید شما پولشو بده اگه ما نخریدیم. در اصل سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. درود به شما شنوندگان این صدا و برنامه. سپاسگزارم. خب بینندگان و شنوندگان عزیز ما اگر